شفیع ایار هستم. امروز 24 مارچ سال 2018 میلادی است و ما باز هم در یک برنامه زنده در خدمت شما قرار دارم. ما باز هم میخواهم میزبان نظریات، انتقادات و پیشنهادات و معلومات های شما باشم. برنامه میتونه که یک پل ارتباط خوب بین ما و شما و دوست ها و هموطنان ما که با ما موافق هم نیستن باشد. شما میتونین زنگ بزنین. در برنامه های زنده من ما کدام مطلب خاص را انتخاب نمی کنم که در روی زوگ بزنیم. شما هر مطلب که علاقه مند استین که میخواین بحث کنین میتونین بحث کنین. اگر ما هم در اون مطلب کدام معلومات داشتم میتونم مثل بگیرم. اگر شما خواستین اون معلوماتتان را شریک بسازین با هموطنان میتونین او کار کنین. تلفن اول را میگیرم. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. شفیع یار هستم، خود معرفی کنین. سلام دوست عزیزم. نام من فهیمه. شما کالیفرنیا زنگ زدم. من میخواستم چند چیز با آقای شهر دارم. آقای ایار در جریان هستم. بسیار. بفرمایید دوست عزیزم. من یکی از چیزایی که میخواستم با آقای ایار بگیم، الان خودش باشه خیلی خوش میشم امروش تماس بگیرم. من شفیع ایار هستم دوست عزیزم. من شفیع ایار هستم، شما در خط هستین، بفرمایید بگویید. خیلی خوب. من یه چیزی که میخواستم بگم این است که شما همیشه افغان افغان میگیم، میدونه که این واژه در افغانستان خیلی به موضوع داغ تبدیل شده و مردم نمیخواهند به این واژه الان از داغ شد. همیشه مردم میخواهند که اون چیزی که هستن باشه. اگر به نظر من پیوست واژه افغان از افغانستانی کار بگیریم خیلی خوبه. دوم اینکه شما از جنرال رازق همیشه یاد میکنید خوب آدم خوبه، علیه تروریسم، علیه افرادگرایی مبارزه کرده، ولی اون آدمی نیست که به همگرایی و دوستی و صمیمیت و این چیزا باور داشته باشه. من یکی از چیزایی که ایشان گفتن این بود که هر کسی که افغانی است باید از افغانستان خارج بشه. بله. یعنی این موضوع خیلی موضوعی هست که آدم تکان میده واقعا. چرا اگه آدم به این بزرگی که خودت فکر میکنیش و این هر قیز دشته بزنه که مثلا من افغانستان باید از افغانستان خارج هم. بله. گپ دوم این که همی گپ دوم بود گپ سومتان. گپ سوم این که سیاف گفتین سیاف اول درش تعریف میکنیم این روزا منتخبه شدیم خیلی خوب است. سیاف آدمی بود که از ابتدا با محسود در یک ناچاری بند مانده بود. ایشان چون رقابتی که بین خودش رو یکی از فرمانده های اونجا وجود داشت اون بود، باعث شد که نتونه زوری به اون برسه، آمد به جبه محسود پیوست. اگر نه اون زمان هم قصد داشت که بره به جانب مقابل به پیمانده. بله. دیگه دلیلی که نمرای محسود بود این بود، این سیاد در جریانی که با محسود بود شانت های بزرگی رو مرتقب. خب امروز میمانیمش به میسه نقطه، به خاطر که بازم وطنهای دیگه ما اصلا میخواین بگیرن وقت نمیداشته باشن. سه مطلب بسیار مهمه گفتین. اجازه بتین من کوتاه در این یک تبصره میکنم، باز دیگه دوستای ما رو میگیرم، چون در اینجا گنجایش بسیار زیاد نیست. اجازه بتین من یک دو نقطه در این دو سه مورد بگم. آیا جنرال رازق یک آدم است که میتونه خوبترین نفر مملکت ما باشه؟ نه. آیا در مملکت ما نفرایی که بتونه خوبترین نفرها باشه؟ نیسته. کی را ما میتونیم انتخاب کنیم که همگی ما بتانیم دور از او یک شمعی که دور از او ما جمع شویم در مملکت ما اصلا وجود ندارد. اما در یک مملکت که اینقدر قحطی یک انسان است، اونمو شعر مولاناست که میگه انسان ما رزوست، اونمو امروز در افغانستان وجود دارد. بنابراین ما باید از یک درختک خشک یک درخت سبز بسازیم، با امید از اینکه ای برگ میکنه، با امید از اینکه زیر سایش میشینیم، با امید از اینکه ای برگ میکنه. اگر ما کم کم نفرای رام که داریم اینا را در خط پیش نیاریم، برعکس نقاط منفیشان را بگیریم. آقای جنرال رازق آیا تحصیلات عالی دارن؟ نداره.
آیا آقای جنرال رازق افغانستان علمی خود قندهار تانست آباد کننه؟ اما جنرال رازق یک کار تانست و او بسیار مهم یک کار است که در اونم قندهار از مقدار زیاد ترور و انتحاری که میشه جلوگیری کرده. اینمی خودش یک نمونه است که ما میتانیم به طرفش ببینیم، امیر نمونه بسازیم، سرمشق بسازیم به دیگر جایا. از این خاطر شما اگر فکر میکنین که ما فکر میکنیم که جنرال رازق میتانه بسازه، عطا استاد عطا میتانه بسازه، عطا اموین اموین، نه، متاسفانه مملکت ما بسیار در یک منجلاب عمیق افتیده. اما در عین زمانی که ما انتقاد میکنیم باید نمونه های مثبت و پازیتیو داشته باشیم، ولو که اونا بسیار پازیتیو نیست. آقای جنرال رازق میگه که هر کس افغان نیست از افغانستان بره، ای کاش که میشد که براین در افغانستان به شمول خود جنرال رازق اگر را پیدا کنن که براین یک جای آرام میبراین. و شما سعی کنین در سال 2015 300 هزار افغان جوان از افغانستان گریخت، نیمه به پای نیمه به موتر در کشتی های بودی خود انداختن، غرق شدن، خود در اروپا به سرنوشت رساندن. یعنی مانایش ایست که از افغانستان حاجت نیست که یا بگوین که برای، اگر مردم را بیافن میبراین. اما بهتره که یک رای جور کنیم. به جنرال صاحب رازق میگم که عوض از این باید بگوین که مهم نیست که در این شرایط که مملکت آتش گرفته ما مردم را بگوییم که برای اگر افغان نیستی. این یک انتخاب است که ما میتونیم بکنیم با جنرال رازق و شما مرده ای ماکم نگیرین. ما از خود پشت کله خود ما میکود معلومات ها دارم و یک راه دارم. دیگه ای که شما گفتین در قسمت همگرایی، گپ شما دیگه خلاص شده، من یک تبصره میکنم. همگرایی خب، یعنی جنرال رازق همگرایی نمیخواد در قسمت افغانستانی. در این شرایط فعلی که است ما فکر میکنم که ما کلگی ما میتونیم با مون نامه که خود راحت فکر میکنیم حساب کنیم. حکومت افغانستان باید حق نداشته باشه که ثبت کنه در تذکره افغان یا پشتون یا غیره غیره کسی را که قبول نداره اموره، برای امو خودشان که قبول دارن نشته کنن افغان، یک آدم دیگه که قبول ندارن نشته نکنن. و در این کار هم وطنهای پشتون ما امروز خیسته امی گپه میزنن. شما امی دسته ای را که با آقای اموین اموین است امینا خیستن، آقای زایر قدیر و غیره و غیره، و ما شما تنها ما نیستیم. اینا هم امی گپه میزنن، من انتقاد شما را قبول میکنم. اما ما با امی کلمه تمام زندگی خود عادت کردیم که میگم افغان هستیم، اما افغانستانی معجتر و درستر. در قسمت آقای سیاف، آقای سیاف هم مسئله جنرال رازق میشه. ما از آقای سیاف در مقه سالا شاید شما توجه نکردیم که ما از چی سیاف دفاع کردیم. سیاف در 17 سال دینمی حکومت چیش گفتمی حکومت میگه ما سل میاریم بیاییم که دمی میباشیم که سل بیاییم. امروز ثابت شد که این حکومت اصلا برای صلح کار نمیکرد، اصلا مینا طالبا بودن، گلبودینیا بودن. امروز اگر سیاف به می ادامه بده یا خیانت میکنه، از این خاطر ما نمیتونیم. ما شما را گپای شما را شنیدم، دیگه دوستای دیگه خدا اجازه میتم و شما میتونین دوستای زم زنگ بزنین در از طریق فیسبوک هم میتونین. البته شما آقای چی را دیدین؟ سادت ها را دیدین در مزار یک چی شده؟ بفرمایین دوست عزیزم، روی خط هستین؟ روی خط هستین، خودم معرفی کنین. سلام آقای شفیع ایار. سلام دوست عزیزم، بفرمایین خودم معرفی کنین. نام دکتر عمر پشتونیار است. آقای پشتونیار خوش میین، بفرمایین دوست عزیزم. من از پنجه شما رو زحمت میدم. خوشحال هستم. من میخواستم بر شما بگویم ما به شما تبریک میگم، انسان دوستی شما را، و ما به شما میگم شما واقعا یک مقام پیامبری دارید. لطفا یکی پیامبر کسی که مردم برای نیک و اعمال خوب تشویق میکنن، حتی جان خود هم به خطر میداره. تشکر. و من فکر میکنم شما واقعا یک پیامبر هستید و ما به شما باور دارم. نه پیامبر اسلام او یک تک فایل بود دختر عزت عبدالبخرا بسن اصالگی عرصی کرد و عمل خود بکاری خود انجام داد. بازم به شما تبریک میگم. تشکر، لطف میگم. واقعا شما بزرگترین پیامبر بشریت هستید، مخصوصا مردم از شر اسلام نجات میدین. به شما تبریک میگم. تشکر دوست عزیزم. ادار شما. تشکر. هموطنان ما نظرات خود دارن، البته
پیامبر که میگن ما پیامبر نیستم، یک انسان هستم، یک طرز دید دارم. امی طرز دیدم به اساس معلوماتم و تجربه زندگیم است که ما با شما شریک میکنم و پیامبر یا پیام آور از خداوند تا پیامبر بودن دو معنای علایده داره، یعنی رسول الله که میگیم او را ما بودن نمیتونیم، اما ما میتونیم مثلا یک آدم رسول صلح باشه، پیامبر صلح باشه، یک آدم دیگه پیامبر جنگ میتونه باشه. انسان ها میتونن پیام آور باشن، پیام های مختلف داشته باشن، که شما فکر نکنین که ما آسان میتونم و خود اجازه بتم که نه ما پیغمبر شما هستم بلا تشبیه. و هر حال دوستای زم، ما در یک منجلاب بسیار عمیق قرار داریم. برای برآمدن از اینجا شما ای را باید قبول کنین که ما از یک مانع باید خیز نزنیم، صدها مانع است که باید خیز بزنیم. این مانع قوم و نژاد و لسان و غیره و غیره که است، از یک نگاه کمترین مانع است برای ما. بزرگترین مانع ما ایست که همی خود مملکت ما امیال رفته. شما فکر کنین که در کدام مملکت شما در دنیا میبینین که معاش رئیس جمهورش برای 10 سال از یک جای دیگه بیاید، معاش وزیر دفاعش، معاش وزیر داخلش، معاش تمام والیاش، معاش معلمش، معاش قاضیش، معاش کلگی از یک جای دیگه بیاید. و چطور ممکن است که مردم ای را قبول کنن، خدا آرام بگیرن، اما در قسمت چی کار باشن که چرا این مملکت ها ما را چی میکنن، اذیت میکنن، مملکت ما را گرفتن. هیچ مردم در دنیا اجازه نمیده که برای 10 سال از گدایی زندگی کنه. خواهد این نمی خاطر است که مملکت ما امروز چو رفتیده، کشورهای خارجی تمام معادن ما را دزدی میکنن، ما حتی خبر نداریم که در مملکت ما چی میگذره. دوست های زم برنامه را شریک کنین با دوست هایتان. دوست های زم روی خط هستین، خدا بفرمایین معرفی کنین. این امیال وطن ما عملا دزدی میشه. شما از خود یک سوال شاید نکرده باشین که امی امریکا برای کدام مملکت بیلیون ها دلار میده ماهانه یا سالانه؟ در افغانستان ماهانه میتونه که شوه، برای هیچ جای دنیا چرا میده؟ یا فکر میکنین مولا نصرالدین هستن؟ ولی هم یوانا بسیار مردم مقبول است، بسیار خدا پرست است، با میا کمک کنیم. امیال در پنجشیر از پیسه اروپا و امریکا مدارس ساخته میشه به نام التحریر، امیال در قندوز میشه، امیال در جلال آباد میشه، در لغمان میشه، پیسه عرب، پیسه امریکا، پیسه کل دنیا. و ما شما را دینمی را گد کده میرن و سوء استفاده کده میرن. امیال رئیس جمهور میای ساختگی که ما این تحریر را قبول نداریم، گلبودین میای میگه ما استشادی میکنیم، این تحریر نمیکنیم. بفرمایید دوست از این روی خط هستین. سلام علیکم شفیع صاحب، چی حال داری؟ جور هستی؟ خوب است؟ تشکر دوست عزیزم، خودم معرفی کنین. اسمم عبدالجلیل اکبری است، از ویرجینیا برای تماس گرفتم. آقای اکبری گفتین؟ بله بله. آقای اکبری بفرمایید. فقط میخواستم یک چیز بگویم که در سیاست هم معلومه شاید نظریات مختلف داشته باشه. همین پیشتر یک دوستمون اون گپای پرتین درباره انسان میکرد، دیگه فکر کنم اونقدر خودت هم معلومات شاید داشته باشی. همین کوشش بکن که همین کسایی که برای زنگ میزنن ترات بلا تشبیه شریک و ترات لایک میگن پیامبر، دیگه اونها رو بفهمون. بگو من یک انسان هستم، یک شخص هستم، اما او چیز دیگه بود، من چیز دیگه هستم. مردم ها ما و شما یکم نادان هستن، یکم گفا رو میزنن نمیفهمن. و خودت هم بعضی وقت از اسلام گفت میزنی اما توهین میبینی بر اسلام. مگم اون کار خوب نیست، اگر در شاستان گپ میشه بفرمید، اما از دین هیچ وقت گپ ندارم. بسیار خوب، ما دوست عزیزم گپ شما را گرفتم، از زیبا با دیگه سر دین هیچ گپ نمیزنیم. سر چی حق داریم گپ بزنیم؟ آخ گپ درست میگی، فقط در بیباره مسائل سیاست گپ میزنیم. خود در مسائل سیاست بیاین که امروز بیا امروز که تا خودت شروع میکنیم، چون خودت یک آدم سیاسی معلوم میشی. یا سیاسی یا دینی؟ نه
نه خیر، مالا بدید که روی مردم های ما و شما گمراه هستن، هر گپ کنید. نه، آخه شما یه گپ زدین، مردم میفهمید که گمراه هستن. شما یه گپ بزنین برای ازی که اینا برا بیاین، چی میگین؟ من خود، من خود یک تیز جایی رقم بسید کاش که بینیده داشته باشم، تک تنبیق شروع میگنم. نه خاله، نمیاله خاله بگو که چی میگی برای ازی از نقطه نظر دینی. من خو یاد ندارم که بگویم، ما دیگه بس. حال خودت بگو همی جای گپ دینی که مردم بفهمه، از خودت یاد بگیرن. هدف خاله موضوعی تو در بارد سیاست هست، مردم کسایی که زنگ میزنن دین هم در اینجا گرد میکنن. دین هم نه، ما خو راجع به سیاست گپ نمیزنیم، برنامه ما بازه. اینم حال خودت آمدی راجع به دین گپ زدی، گفتی که اینی مردم گمراستی گپ باید نزنن. اگه خودت دمو جدیده باشی، باشین ما یه گپ دیم، ما با مردم نه، باشین ما یه گپ دیم که یک دقیقه دوست خب، بسیار خوب دوست عزیزم تشکر. ما دوستایی که زنگ میزنن اونا صاحب نظریات خود هستن. ما به خود هیچ وقت اجازه نمیتم که نظریات از اونا را خب ما در این قسمت ادامه میتم. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. سلام خدمت برادر بزرگوارم شفیع ایار. سلام دوست عزیزم، خوش آمدین. بفرمایید خدا معرفی کنید. خیلی ممنون برادر، هر زحمت های همیشگی شما برادر محترم شفیع ایار. تشکر، لطف میکنین، بفرمایید دوست. برادر بزرگوار، شما از معاش رئیس جمهور و غیره یادآوری کردید که به قضایی زندگی میکند. چه قسم به قضایی زندگی میکند؟ شما نظر بیندازید به این که از همسر اشرف غنی یعنی 24 میلیون افغانی در سال معاش دریافت میکند. این از عدالت؟ امروز دزدی کم قانونی و خودمانی شده است. این خانم بی بی گل چی کاری مثبتی انجام داده برای وطن و خانم های کشوری که اینقدر برایش پول آمد؟ اقلا نصف این پول ها را برای بیوه ها و یتیم ها مصرف میکرد. من نمیدانم که خانم رئیس جمهور چی کاره، شما چی کاره که اینقدر معاش دارید. هموطنان عزیز، ربابه را به یاد داشته باشید که خواسته شده به در ریاست جمهوری نزد خانم اول فقط به خاطر یک عکس فیسبوکی که این خانم پست که پول جمع کند از کشورهای اروپایی. برادر محترم رئیس جمهور، نیمه از مکتبهای افغانستان ساختمان نداره. در مراسم آغاز سال تعلیمی جنگ و ناامنی سبب شده بیش از 3 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز مانده است. دروازه های نزدیک به 1000 مکتب در کشور نیز بسته. افغانستان فراری اروپا و کشورهای دیگر شد. در افغانستان تحصیل کرده یعنی چی؟ تا که پسوند نامتون زی نباشد، شما کار دریافت کرده نمیتوانید. دلم با باباهای واقعی میسودد و فکر میکنم که شاید مکتبهایشان را امریکایی ها بسته کرد و برادران ناراضی. دوست عزیزم، یکان دفعه که شما میگیرین که یک مقاله بخونین بسیار زیاد میشه. در اینجا کوتاه نظریاتتان بگوین که یک گنجایش خوب داشته باشه که دوستای ما بتانن که بشنن. باز برنامه هم یک همه که چی میشه، من صدا رو در اینجا گل کردم. یک تبصره کوتاه دوستای میکنم، یک دفعه زنگ نزنیم. امی دوست ما پیشار که گفته که سر اسلام گپ نزن و دیگه ای که مردم که توره پیامبر میگه، امی خود پیامبر بسیاری ها مانایش نمیفهمن. مثلا من میتونم یک نفر بگویم که تو پیامبر هستی. پیامبر یعنی که پیام یک کس را به یک جای بردن. اینی پیغمبر است، پیامبر است، اینی رسول است. رسول الله که میگی یا پیامبر خدا که میگی، بازی مشخصا گفته میشه با کسایی را که ما قبول کردیم که این امینا از طرف خداوند آمدن، عیسی و موسی و اکلک و 24,000 دیگر که ما نامایشان هم نمیفهمیم. اینا باز اگر یک کس مرا بگوید که تو رسول الله استی، او را ما وظیفه دارم که بگویم نظر به عقیده اسلامی خود که نه، من رسول الله نیستم. اما آیا ما در اینجا پیامبر هستم؟
بله ما پیام دارم با مردم خود، از وطن خود، از این قتل و کشتار، از این خیانت، وطن فروشی، اینا را هموطنای عزیز یگان دفعه نمیفهمند و این را چی میکنن؟ فکر میکنن که ما باید اینمی گپ چی کنیم؟ اینمی گپ بگویم که نه تو برادر گفتن نمیتونی یا قبول نمیتونی که پیامبر هستی یا چیز. برنامه است، یک آدم زنگ میزنه من این را باید قطع کنم که تو مرا پیامبر نگو، ولی اگه اون مرا رسول الله بگه ما داخل تنها یک وظیفه دارم که اموجه بگویم که برادر گلم ما رسول الله نیستم. این حالا اینمی هموطنم پیشار که گفته که در مورد دین گپ نزن که تو نمیفهمی، من متاسفانه میفهمم، میفهمم چی که بسیار میفهمم، از این خاطر گپ میزنم. در واقع برنامه ما اول برنامه اسلامی است بعد از او سیاسی، و برای شما که میگین گپ سیاسی نزن، برنامه ما اول سیاسی است بعد از او اسلامی است. من در این مورد معلومات دارم و امید بدبختی مملکت ما از خاطر دین و از خاطر سیاست هست. دینی که در افغانستان امروز یو دین نیست که به اساس قرآن باشه که مردم نجات بیافن یا مردم یک زندگی خوب داشته باشه. آیت قرآن که ما همیشه میگم که ما این کتاب رو به شما رایی نکردیم که شما در مشکل بفتیم. امروز خود ما در مشکل افتیدیم. نفر میای انتحاری میکنه، گلبدین رهبر اسلامی میای میگه این استشهادی است، سر شما با کشتن شما این خود شهید جور میکنه. اینمی گپ از این امروز در جامعه وجود داره و بسیار عمیق وجود داره. اینا یک نفر میگه که نه خب باز اسلامی نیست، عملا اینمی الان اونمو اسلامی است، اونمو زورشه. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین، روی خط هستین دوست عزیزم. تشکر دوست عزیزم، خدا معرفی کنین. بفرمایید دوست عزیزم. سوال داشتم به حقانی میخواستم بگه منظورم داعش چرا هزارا رو میکشن؟ شما خب بسیار انفرمیشن داری چون مانای قدیم هم دوبارهش پروگرام بیار کنیم. داعش هزارا رو نمیکشه، کل رو میکشه، ولی اینا همیشه در کشورهای مختلف میخواین پیام های داشته باشن که با او ترتیب یک قسمت جامعه را برالای قسمت دیگه تحریک کنن. وقتی که اینا میان در یک جای هزاره را حلال میکنن که تو هزاره هستی و یا تو شیعه هستی، با باقی جامعه تو میگن که گویا ما شما را غرض نداریم، یا خود گناهشان هزاره است یا خود گناهشان از شیعه است. این حال در جامعه چی میشه؟ اینی آقایی که سنی است، اینی آقایی که هزاره نیست، تو فکر میکنه ولی داعش و قدر هم خود اگه بد نیست ما را خود نمیکشه. اما اگر عملا شما ببینین امروز داعش در جلال آباد پشتون میکشه، در فاریاب و در جوزجان نوزبک میکشه، در بدخشان تاجک میکشه، در یکی سه دیگه هزاره را میکشه. در شهر کابل اینا معمولا هدف قرار میتن مساجد اهل تشیع و هزاره ما را. به این خاطر اگر ما بگوییم که اینا یارا میکشه به دیگرا رم میکنه، به هیچ کس رم نداره. کسی که کارد تانس بگیره در گلون یک انسان بانه قطع کنه، اینمی قدرت اگر پیدا کرد او را دیگه بفهمین که به مادر خودم یک روز رحم نمیکنه. اینمی قدرت من ندارم که کارد بگیرم در گلون یک انسان بانم. حتی در کلیم امیره که من بگردانم که من این نفر بگیرم حلال کنم، در کلیم نمیتونم امیره بگردانم. اما وقتی که تو یک انسان دمت یک راه آوردی که ما اینمیت میخواییم میتانیم که نفر حلال کنیم، باز هر کس هم میکشن. داعش یک گروه پست افراطی است که اینا با نه با کدام قوم مربوط است، نه با کدام لسان. در واقع همی برنامه دیگه ما در برنامه دیگه ما در واقع در مورد چی است؟ در مورد داعش است. و داعش تنها نه، در مورد از این است که چطور داعش به وجود آمد. یعنی امیر بسیاری ها نمیفهمد چطور مسئله خلافت اسلامی در کلی از آمد، چطور در افغانستان مسئله خراسان یا دایه خراسان یا کشیدن، در حالی که پشتونا کلمه افغان سر مردم تعمیل میکنه، یا آمدن مسئله خراسان کشیدن که یه یک گپ کاملا چی است؟ تجزیه کننده مملکت ماست. چرا اینا ای را کشیدن و چطور در افغانستان هیچ کس برالای از این گپ خراسان و خراسانی در مقابل داعش استاد نمیشه؟ و کسایی که در افغانستان دایه خراسان به حساب سابق هنر و ادبیات و
فرهنگ اب میزنن چطور یا کت داعش یک جای نمیشن. این بسیار یک مسئله کامپلیکیتد و پیچیده است و ما فکر میکنم هفته نو برنامه ما از سپرینگ عرب که شروع شد یا بهار عرب ای عظیم در مورد از او آمدنش به جنگ سوریه و جنگ افغانستان آمدن داعش در مورد از این برنامه میداشته باشم. باز در اوی مسئله را من زیادتر تشریح میکنم. خوشحال شدم دوست عزیزم. مگر ممی اگر شما وقت میگفتین یعنی اتنام که کار غلط است مردم میفهمید، مگر ما خوردم که بودیم به کلیگی میگفتیم بخشن زده کافر جنگ کنین، ما میفکر میکنیم خیلیگر راست است، چون امتو میگه در قرآن شست باید بکنی چنون نفران نمیفهمن که کارم میکنن. این اگر شما را نفران در دنیا زیاد میبود از اول آن شاید که گفا کم میبود، چون مردم فکر میکنه خیلی البته میخوب کارست کنه جیاد کنه خوب در قرآن شست بگه، حالا شما هم که این گفه را میگن به انترنت مردم ها زیاد خیلی میکنن، حالا بعض مردم ها را زور میده که شما چرا خلو گفه میزنین، از این خاطر میگن در باره اسلام گفه نزنید چون او هم میبینن شما را قطع میگن. خب یه نال شما منظورتان نیست که ما چی میگم که به نظر شما غلطه؟ شما چیز غلط نمیگه، شما قطع میگین، این حال بعض مردم ها نمیخوان که قطع شما بگه، چون باز ما باز مثال اینکه مردم زن خدا میگی کار رو نکن چادر بپوش اینجا رو تو نکن که این اسلام است خب بیرون نبرای، این حال پروگرام های شما رو که میبینن امین شوارانشون میگه والا این نفر کسته این کلگی روشار میکنن و از اختبا زد شما شدن، چون اگه شما از هم بشه اگه 20 تا شفیه ایار میبوده 50 سال حالا شاید این گفه بسیار کم میبود، چون اون نفر که انتظاره هم میکنه و هم نمیفهمه، هم فکر میکنه خیلی کار خوب میکنم، چون اما ما برش میدونم اگه وقت میگفتم ما هم در امرای اسلام پده باید بکشم. یا ایره ما برای شما بگویم که امی هم وطنهای عزیزم که در سابقه کار میشد یک چیز خوبی است که آیستا آیستا یاد دیدن که ما گپایی که میزنم واقعا برای اون مملکت ضروره، حتی برای مناسبات فامیلی ما ضروره، یعنی ما و ما و شما آل در او حالت نیستیم که اکتیاد نفرا اکتیاد زیاد نفرا قاشه اکتیاد قار میشه. اگه شما یک آدم مریض باشه شما فکر کنی یک گشتوکک دارین 6 ساله گلوندرد در گلونش دوا مندازه نمیخوره، اما وقتی که دستای شما کم گرفتی دوا انداختی و دفعه اول با یک میزنه قار میشه گیریان میکنه، اما سبا جور میشه و خوش میباشه، دفعه دیگه که دوا بودی کتت قار نمیشه. یه پایین که ما آمدم 6 سال پیش 7 سال پیش شروع کردم ای بیخی یک چیز مردار نجس حرام بود، آیستا آیستا یا دیدن که والا اینمی نفر شاید یگانه نفر باشه که از روی قرآن با ما میگه که اینی کارا نکو ای کارا نکو، اینی دیگرا کلگیش برای منفعت خود قسم مسلمان بودن. ما بسیار خوشحال استم دوست عزیزم، زیاد خوشحال شدم. تا برنامه دیگه که همراه شما کدام وقت برابر شیم شما را به خدا مسپارم. ما در این برنامه آقای فتح سامی را مهمان دارم، آقای فتح سامی را میگیرم برای 20 دقیقه تا 30 دقیقه دیگه شما و ما میزبان آقای سامی میباشیم. میخواهیم که خودشان در مورد خودشان کم بگوین و امرایم باشین. یکان دفعه شما در برنامه هایم که میمان میداشته باشم فکر میکنین که خستکن میشه نمیباشین، اما همیشه دلیل میداشته باشم که و هر کس در برنامه خود میمان نمیگیرم. برنامه را به دوستایتان شریک کنین. جناب سامی شفیع ایار هستم، سلام عرض میکنم. ما و دوستای ما امیال در خط انتظار ازی داشتیم که شما را با خود بگیریم. ما خوش دارم که شما آقای فتح یا ببخشین فتح سامی همه تر است نه آقای سامی؟ فتح سامی؟ بله. اینا در استرالیا زندگی میکنن، یک اگرچه به حساب فرهنگ افغانی آدم ها در مورد خود نمیخواین که زیاد گپ بزنن که نشه که هنرنمایی کرده باشن، اما در اینمی موقعیتی که ما قرار داریم برای ازی که دوستای ما بفهمن آقای سامی میخواییم یک کم در مورد خود تحصیلات خود و در عین زمان در مورد تجربه کاری خود
بگوین به خاطر از اینکه ما میخوایم که باز وقتی که از شما سوالا میکنیم یا دوستای ما بفهمن که چی چیزایی را در مورد از شما بپرسن یا توقع داشته باشن. بفرمایین آقای سامی. جناب سامی، جناب سامی، جناب سامی را متاسفانه از دست دادم. دوباره یک زنگ میزنم شانه. امیدوار استم که زیاد قطع وصل نشه. آقای سامی معذرت میخوایم، شما را عزیز دادم، یک بار دیگه شما را خوش آمد میگیم. یک دسر از این بود که گفتیم شما راجع به خود یک چند نکته اگر بگوین. خدمت هست کنم که البته در بود تحصیلی مربوط به مسائلی که در داخل افغانستان مخارج بوده و یک مدت تحصیل کردیم، لیسانس اقتصاد پلانگذاری دانشگاه کابل یا پانتون کابل فاکولته زراعت گرفتیم. بله بله بفرمایید. آقای فاتح، آقای فاتح احتمال داره که اینترنت شما درست نباشه. اگه تو باشه ما نمیتونیم که مصاحبه رو بریم، چون دفعه دوم چی شده قطع شد. امیدوارستم که به یک طریق دیگه یا در یک سه دیگه باشین که ما دوباره بر شما زنگ بزنم. از این خاطر پس میرم به دوستای ما در تلویزیون و در اینترنت. شما میتونیم که زنگ بزنین تا که ما متأخر شم که آقای فاتح رو به درستی گرفتم میتونیم. البته یکی از مطالب را که امروز میتونیم در موردش گپ بزنیم، مسئله افغانستان، سیاسیون افغانستان، حل منازعه بلخ، اگر بتونیم حل بگوییم شه. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. بله. سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، چی حال دارین؟ صحت شما خوبه؟ خوبی، سلامتی، خوشی. شکر دوست عزیزم. من اموالی دیدم که در فیسبوک آنلاین هستی. بعضی برادرهای ما در باقی هزاره ها دفت میگرد، نخوبی در هزاره هستی. بسیار خوب. ولی مویدی در برادرهایی که اهلی سنت هستن، از عربستان بیدوی مثل از در این فیسبوک در مدای مجازی هستی نو روز بر تحقیل میکنه بگر فاید دن میکنه. یعنی این را حقیقت شما بخواهید در این فیسبوک در برادرانی تا آقای ایار نمیخواهید بکنه بگید که در برادران شدید. بله اگر ما شیعه هستیم، ولی اینا پیرو عربستان هستن. شما پانسا عربستان رو میدونید که با به جمهورای آمریکا شراب پنج جرمه در سلامتی هم دیده. اینا اصلاش خبر نداره که گفتی شما که در سطح شما گذبت میشه که تربیت میشه دو طرف یه داییش که خودی آقای اشرفتری من خودش اینا رو تشریف میکنه، اینا رو زندان رها میکنه، اینا رو آماده میکنه برای اینطوری که دونه که مردم های هزاره رو بکشید. مردم افغانستان یک قدر تعصب هست، یک قدر تعصب هست. اینا یکیس نیستن که یک انتحاری میشه همه با هم بالا بیده بیاید هم بیدنه اینا رو محکم کنه. بیدنه هزاره هست کنش بده این تاجی به تو رو که مرد مرد بده. باید ما شما یکیس باشید در برابر این تریویست ها. آقای اشرف غنی، آقای اکمر بختی هست. شما ببینید که رئیس جمهور پشتون هست، وزیر دفاع پشتون هست، دوی سرانوان پشتون هست، همه پشتون هست، طالب پشتون هست، دایش پشتون هست، حقانی پشتون هست، همه پشتون هست. اینا همه تروریست هست. انتحاری هم پشتون هست. چند تا راکه، چند تا راکه بسر هر فرد که ما از ما بدار بشن این کارا را نسیل بلیان بخوده. چرا مردم از را کسانی شد؟ چرا در مستبا، در پاپیمایی، در هر جا دولت اینا را تجهیز میکنه، میفرسته که این مردم را سرکوز کنه. صدای مردم را خفه کنه.
آقای ایار، من شما رو بسیار دوست دارم. شما بسیار از آدمی آزادیکار هستید، آدمی بسیار رسیده هستید. اونا رو به اینا بفهمانید که شما یک دیست باشید. من از انگلیس در مزاریده میشم. بسیار خوش شد. من ایتام بسیار کار از انگلیس هستم، ولی اون چیزی که ما میدونید وقتی تحجیب دارم، وقتی من خارجون سکر مردم اینجا پرست هستن، یک دیست نیستن. شما میبینید در بیتاره افغان بچه از داره اول میشن این داورای فاشیست و مجاز پرست اینا شما میبینید دیدید که اینا چی حرفای این داره. خب ما در قسمت ستاره افغان کدام خبر ندارم که اوجه چی کردن، اما گپای دیگه شما کاملا درست است دوست عزیزم. در وطن ما باید همدست باشیم، منطقه همی همدست بودن دلیل می خواهد. اینمی دلیل در افغانستان ما تقریبا نداریم. هزاره، ازبک، تاجک، پشتون، کلگی ما و ایماق و ترکمن و بلوچ همگی ما مخشوش هستیم که چی کنیم. بزرگترین چیزی را که کشورهای کلان کرده در افغانستان است که یک اختشاش فکری به وجود بیاید. کلگی از سایه خود بترسه. کلگی نفهمه که کدام جهت حرکت کنیم، چرا حرکت کنیم و چطور خود نجات بتیم. این یک مشکل کلان است که در مملکت ما هست. گفای شما کاملا درست است. بسیار خوش شدم دوست. آقای ایار. بله. یکی تو من برنامه شما رو لایک کردم. سعی نکردم. یکی تو میگه که چرا هزاران در سوریه میره جنگ نمیدن. که هزاران را مجیر میسازن به ایران نفرستن در سوریه کشته میشن. عربستان بعدی دنیه ها را ملاها را از این مثل تقیدی ها تو تبلیغ کن که رو دورات حرام است. خب برو در مکتب بگو انتحاری حرام است، کشتن مردم که بکنا حرام است. اینا رو نمیگم یعنی که مسید بگه نوروز حرام است، که باوچی حرام است. اینا اصلا دادم دلی کنه. شکر، بسیار خوش شدم دوست عزیزم. میرم دیگه دوستان رو میگیرم. نه 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 تشکر دوست عزیزم. شما بفرمایید دوست عزیزم. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین انشاءالله؟ بفرمایید. بعضی نظرهای شما که از که موافقم، ولی بخاطر چی مثلا شما با دکتر نجیب الله کافر میدونید؟ نفهمیدم این سوال بود که از ما کردین؟ آره، منظورم اینه که مثلا نظر شما را ما قبول دارم، ولی بخاطر چی مثلا دکتر نجیب الله را شما مارکسیست میدونید؟ قبولش نداره. نه، نجیب‌الله را من مارکسیست نمیدانم. اونا از مکتب تا وقت وفاتشان، یک سال پیشتر از وفاتشان، یک مارکسیست لنینیست بودن. به خاطر امو مبارزه کردن، کودتای ثور به اساس امو عقیده به پیروزی رسید. جنگ ها به امو خاطر در واقع مردمایی که در افغانستان برای سالها کشته شد تحت قیادت از اونا به نام بورژوازی و خرده بورژوازی و دشمن پرولتاریا کشته شدن. یعنی این رو من نمیگم، این رو اونا میگن. ولی کمونیست ها تروریست ها سرکوب کرد، همین مجاهدین که الان انتحاری و دایش و تادی بوندن. آه بسیار خوب. اما اگر شما تاریخ در ورقای آخرش دوره آخر آقای نجیب ببینید، در این وقت همی بروی سیاسی حزب دموکراتیک یک کارت نداشتن، یکی کارت حزب دموکراتیک داشتن، یک کارت دیگه شان یا از جمعیت بود یا از گلبودین بود یا از سیاف بود یا از یک کس دیگه بود. اونا در وقت آخر کلگیشان دو کارته سه کارته شده بودن. ما فکر نمی کنم که مثلا تا خود آقای نجیب با نفرای نزدیک خود باور داشته بوده باشه در وقت آخر. و این واقعیت هم می فهمید که مثلا سلیمان لایق در پاکستان که تایسای رابطه پیدا کرده، مثلا این نفر دیگه رفته در سمت شمال، مثلا آقای عظیمی با احمد شاه مسعود رابطه داره، این دیگه در اوجه، این دیگه در اوجه. اینا کنگ ایشان دو کارت و سه کارت داشتن و از این خاطر یک چیز نیست که ما میگیم. و مو مثلا آقای شانواسنه بزرگترین کودتا را در افغانستان انجام داد، خلقی بود. آره،
برالای آقای نجیب که از یک مده خان بود. ولی دموکراتیک بود افغانستان موقع. دموکراتیک بود حتمی بود. ما البت فراموشم شده. ولی بازم دکتر نجیب الله آخره حکومت خان سور ماز کنه. مجایزم قبول نکرم. شما در کدام جهت قرار داشتین در امو زمان؟ در مثلا ما در زمان به دنیا نایمده بودم. به دنیا دوران تا به دنیا بودم. خیلی که شما در دنیا نامده بودین، ما از چشم دید گپ میزنیم نه؟ از این خاطر ولی ما تاریخ خواندم همه چیزم نگاه کنم ویدیوهای شما را همهش رو نگاه کنم خب؟ همین یک گپ دیمتانه پیش از اینکه شما پیش برین و ادهی زیاد بند بمانیم. وقتی که در پیش چشمت میبینی که اونجا یک سرپاینیز در نوک بام هستی تیله میکنن یک نفر پیش چشمت میفته یک دو دقیقه بعد از زمین یک واق بلند میشه اون نفر پاش پاش میشه او تا تاریخی که نوشته میکنن فرق داره چرا بخصوص افغانستان یک عبده میتونه امیال در افغانستان سر هیچ مسئله نیست که اگر یک کتاب نشه کنیم مورد قبول 10% مردم افغانستان قرار بگیره یک نفر آقای نجیب قهرمان میدانه اون نفر دیگه تازه مو فامیلش نجیب یک خائن وطن فروش میدانه یکی دیگه مثلا آقای احمد شاه مسعود قهرمان میدانه یکی دیگه در اون همسایگیش رو خائن میدانه هر کس را که ببینین یکی خائن یکی قهرمان یکی هم بی‌طرف معنیش ایست که وقتی که در باشین اینا اگه در یک مملکت مردم آنقدر تقسیم شدن از در مورد چشم دید خود معنیش ایست که اینال یک آدمی که نو تولد شده مربوط به ایست که کدام تاریخ خوانده شما تصادفاً همون تاریخ را خواندین که از دید شما اینمی استدلال به وجود آورده اما ما در افغانستان اما ویدیوهای در نجیب الله را هم دیدم نه او چیزایی را که دیدین در وقت آخرش بود ما نجیب الله را در زندان دیدیم ما در جریان که آقای نجیب رئیس خاد بود تحقیقات شدیم شکنجه شدیم ما در اونجا اولادای خورده دیدیم آدمای پیره دیدیم ما در زندان پل چرخی برای 5 سال در یک لین برای تشناب رفتن استاد می شدم که نفرها پیش رویم نوبت تا نوبتش می رسید تنبانش چتل می شد ما این چیزها را به چشم دیدیم خودت یعنی خواه ایره ما همراه شما ایره ادامه نمیتم کسایی در این مورد میتونن گپ بزنن و ما باز هستم برای ازی که گپ بزنن اگر شما میخواین که در این مورد گپ بزنین منتها کسایی که در اون زمان هنوز نبوده از روی چی از روی قصه ها میخواین گپ بزنن از روی از اون نمیشون اما مسئله قصه مسلمانی میشه بفرمایین دوست ازم روی خط هستین بله سلام سلام دوست ازم بفرمایین میشه مرا با ایار صحبت کنیم؟ کاملا میشنم بفرمایید دوست عزیز یک کمه که بلندتر گپ بزنین؟ بله ما بلند گپ میزنم بفرمایید نه شما گپ میزنین در دلتان که من نمیشنم یا تیاری میگیرین؟ نه گپ میزنم بله سلام ایار صحبت وقتی که یک کس زنگ میزنه و میگن گپ میزنیم باید شروع کنین بفرمایین دوست عزیزم تشکر لطف کردی ما به ارتباط همین حکمتیار که تو درس میزنم بله کتا این شخص و یک کسی بود که مثلا زمان داوود خان رفت در واقع کلید رمز افغانستان و قدستای سایت ها و بالاخره زد و کم زد و کم تا گپ به اینجا رسید درست است؟ در قسمت تاریخ گلبدین احتمال داره که حال کلگی ما بفاییم اما نقطه ای که شما میخواین عطف توجه ما باشه چی است؟ ویسته که چرا این مردم ما این شخص منصور بدنام بدبخت هست نمیشناسن چرا اینقدر پیرو دارن چرا شما از طریق مدیا چهره اصلی از این آدم مثلا بدنام هست صحیح افشا نمی کنه که مردم ما ذهنیتش آگاه شود و
و در مردم اعتباری از این معلوماتشان پوره شود. بعضی ها کور است، نادیده است، یادشان رفت. چرا ایتون شد که بحث آمد یک کسی که سالای سال مردم را کشت، یک کسی که سالای سال قتل کرد، خون ریختن، ویرانی کرد، مکتبا را سوختن، مردم را در بدر کرد، بازم برای مردم قابل قبول است. ها این مشکل مردم ها و مشکل ما و شما هم هست، بخاطر از این که عدمی ایجه کتایی صورت گرفته که چرا مردم گلبودین نمشناسه و چرا طرفدار داره. ما برای شما میگویم که چرا گلبودین طرفدار داره. یکی که مبالغ هنگفت در دسترس گلبودین قرار میگیره، مملکت جنگ زده است، مردم نان نداره، مملکت گداییره، مردم به خاطر پیسه میره. چرا مردم از گلبودین که در اشرف غنی رو نمیشناسن؟ چرا اشرف غنی امروز قدرت کنترل ارتش افغانستان داره؟ پیسه و سلاح و عسکر بیگانه است. در غیر از شما هفته پیش دیدین یک آدم دیوانه که میگه زنای افغانستان فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی اینو میره چطور یک آدم میتونه در افغانستان قبول کنه؟ پیسه خارج. چرا ما ایره نمیتونیم با مردم بفهمانیم؟ ما میفهمانیم، ما با مردم میگیم، ولی مردم شما فکر کنین، من یک آدم هستم که اینمیاله، حتی دینمیجا اگر من از کشورهای خارجی پیسه بگیرم تبدیل میشم به یک جاسوس، اما اگر نگیرم که نمیگیرم، اگر من از مردم افغان کمک بخوایم، شما یک روز در فکر شما گشته کمک کنین یا کس دیگه؟ یعنی من انتخاب نمیکنم. امیال ما یک تلویزیونه که از پیسه خارج پیش نره نداریم. تمام تلویزیون های افغانستان تمویل میشه از شبکه های خارجی. شبکه خارجی برای یک تلویزیون پیسه بر از این نمیده که برای خود و برای افغانستان تبلیغ کنه. معلوم دار یک بیت بمان، یک خواندن بمان، یک رقص بمان، اما در پولیش قسم تبلیغات کو که اینمی چیزا در مملکت قابل قبول باشه. بناهن در این مثلا شما که مرا میگین که چرا تبلیغات نمیکنی، ما میکنم. اما در اینجا بسیار مردم است که باید استاد شوند، احساس مسئولیت کنن، احساس رسالت کنن، تا که ما بتانیم منعیس یک وطن پیش بریم. خوب دیگه ایسی بازی دوام داشته باشه، مردم ما سخته بردهی آتشی کاملا ای وظیفه. باور کنین که فرد ما و شما است که ما بتانیم از این منجلا بیرون براییم. شما ای را بفهمین که بزرگترین مشکل ما همیاله خود ما هستیم، طرز تفکر ماست، فرهنگ شکسته ماست، کم معلوماتی ماست، عقده های شخصی ماست. سعی کنیم آقا که پیشتر زنگ زد این کتاب خوانده، دو دانه ویدیو دیده، ما در افغانستان چشم دید داریم و ما ذره به ذره از این را به چشم خود دیدیم. مرا میگه که گپ خودت غلطه، گپ ما درسته، به خاطر چی که ما در ویدیو دیدیم. اینال در یک مملکت که مردم اینقدر کم معلومات است که چشم دیده کمتر میدانن نسبت به قصه و حتی معلومات اسلامی ما به اساس قصه است. این در اینجا این مشکل حتی اگر ما گلبودین رو معرفی کنیم مشکل ما حل نمیشه. حال کسایی که در افغانستان خیانت میکنه، گلبودین در سطح سوم و چهارم، کسایی که در سطح اوله از اشرف غنی و اطمر شروع میشه، بعد از او دیگه دمی کل عذاب از جمعیت گرفته تا شعله‌ای گرفته تا خلقی تا پرچمی. امیال شما اگه سعی کنین یک تعداد زیاد پرچمی ها در افغانستان برای سیای کار میکنه، خلقی کار میکنه، شعله‌ای، کلگی ما کار میکنیم. از این خاطر یک مشکل کلان دو سایزدیم. ما چیسته آقای فاتح در تلفون میخواین زنگ دهین. تلفون ما یک مشکل داره که این لاین است که دیگرا میخواین که زنگ دهین. ما ببینم یک دقیقه آقای فاتح، ما شما را یک تلفون دیگه میگم که برم بیارن که ما او لاین در خدمت شما قرار بدم. او لاین که در خدمت شما قرار دادم باز برای شما رایی میکنم نمره که در او زنگ بزنین. دوست عزیزم شما میتونین تا وقت ادامه بتین. شما روی خط هستین دوست عزیزم؟ بفرمایین. روی خط هستین دوست عزیزم؟ الو، سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، بفرمایین خود معرفی کنین. راسته بسیار خوب دوست عزیزم، بفرمایین.
سلام به شما. بله. سلام به شما دوست عزیزم، بفرمایید. سلام آقای ایار، چی حال دارین؟ صحت شما خوب؟ بخیر هستین؟ بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. شما ادمی تیاری میگیرین از روی کدام ورق میخوانین؟ دوست عزیزم؟ احتمالا شما آماده نیستین. من فقط یک سوال داشتم از شما. سوال ما این است که آیا شما عضو جنبش روشنایی هستین؟ ما نخیر نه. چرا این سوال کردین؟ نه، به خاطر از اینکه بعد وقتا که ما میبینیم شما مثلا بسیار اشتراک میداشته باشین در جنبش هایی که از طرف جنبش روشنایی چیز میداشته باشن که تو برگزار میشه، زیادتر شما اینطور خواستین که همون طرف یک همه که تو تمایل پیدا کردین. از اون خاطر ما خواستم هم بیدم قدر بفاهمیم تو سوال نیست که مثلا از ما اگر باشم شما را مقصر بخاطر کدام کار چیز، یعنی اگر باشم این کدام مشکل ایجاد میکنن؟ نه اگر باشین کدام مشکل ایجاد نمیکنن، اما گپ دیست که ما شما را منعیت یک شخصیت آزاد و کسی که بله نه کدام مشکل ایجاد نمی کنه، چون جنبش روشنایی بعض حرکت های را مثلا در پیش داره که به یک سمت روان است، چون ما شما را من حیث کسی می شنازیم که شما مربوط به سمت نیستید، شما مستقل در مورد بعض چیزهای اساسی که باید مردم افغانستان از او آگاه شوند. ایناله برای شما شما مردم آقا میخواهید باشین. دوست عزیزم، من خیلی سوال شما را یکمه که در قسمتش گپ میزنم. من تا به حال فکر میکنم در سه جای در سه تظاهرات ما حصه گرفتیم. یکی تظاهرات بود که در واشنگتن ما خود ما برای انداختیم، یکی تظاهرات بود که جنبش روشنایی برای انداخته بود، و یکی تظاهرات بود در جرمنی که دوستای ما با جنبش روشنایی یک جای برانداخته بودن. در واقع چرا من اینا عصه گرفتم؟ بله. به خاطر از اینکه ما میخوایم با مردم خود بفهمانم، به خصوص با مردم مظلوم خود، که ما با شما هستم. ما برای همه اردو تظاهرات حداقل یک ماه تبلیغات کردم. بدون تبلیغات ما شاید نیم نفر هم اونجا نمی بود و این یک واقعیت است، اما ما هم تبلیغات کردم هم رفتم. من از اینجا 15,000 کیلومتر رفت آمدم شد تا جرمنی، در موجه هم در یک روز پربرف حصه گرفتم پس آمدم. در این من تنها یک مقصد داشتم که اینمی مردم استاد شده بر علیه یک حکومت فاشیستی، یک حکومت که حق مردم از پشتون و ازبک از آره و تاجک کلا گیره خورده میره بگیم که استاد شدیم. ما ایت یک عادت دارم، ما میگم شفیه اگر تو مردم میخوایی که یک کار کنه خودت بکو اول تا که سرمشق شوی به مردم دیگه هم این کار میکنه. بنان ما آمدم استاد شدم. اگر که در اینجا هموطنهای پشتون ما یک تظاهرات داشته باشن، شما میبینین ما در قسمت آقای ماین آقای ایوبی آقای لالای غیره غیره برنامه داشتم، همی هفته پیشم دفاع کردم، اگر اینا هم یک تظاهرات بگیرن بر علی غنی امیرم ما اشتراک میکنم. اگه دیگر روز طرفدارای هر کس دیگه هم کمی کار کنه ما در او استاد میشیم. ولی به این معنی نیست که اگه ما همراه جنبش روشنایی استاد شدم طرفدار از واستم یا از اون هستم. اگه با آقای ما اینو ما این گفتم که اینی آدم خوبه که از واست استاد شدم اونا رو مطرف به هیچ وجه، ما یک هدف داریم، ما به مو طرفی که میخواهیم میریم. اونمو گپ بدل در قسمت ما هسته که ما را چوسیل خاک بسر کردن است و بس تا آن زمان که دست به دریا نمیرسد، و ما در اونمو طرف در حرکت هستیم. ما بر هدف خود، آقای عطا محمد نور آمد استاد شد بر یک هدف مبارزه کرد، ما استاد شدیم به خاطر از اینکه امو جایی که اونا استاد شده بودن بر همی هدف ما کاملا سر میخورد. اگر این آقای قانونی استاد شد، اگر آقای سیاف، اگر شما ما چی میکنیم؟ بسیار خوشحال شدم. تشکر دوست عزیزم. ما
در این زمان که یک لاین دیگه از شما میگیرم یک نمره میمانم برای آقای فاتح که اونا برای ما در اون نمره زنگ بزن تا که ما بتانم که شما را باز در چی بگیرم، در لاین بگیرم. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. بله سلام علیکم، از نیویورک شما رجا هستم. خوب هستید؟ سلام دوست عزیزم، چی حال دارین؟ صحت شما خوبه؟ بفرمایید. تشکر آقای هسته. به موضوع امروزی از چی قرار است؟ من برنامه را نمی دیدم. موضوع امروزی نمی چیزی که در فکر شماست، شما بگوین چی در فکر شماست. خب من سوال داشتم شما، همین علت زندانی شدنش وقت نجیب چی بود؟ چرا زندانی شده؟ آزادی وطن ما. یعنی ناحق؟ نه، آزادی وطن ما. خب شما گفتین شما زندانی بودین در وقت دکتر نجیب، چرا این بود؟ ما برای شما بسیار آسان گفتم میتونم. ما مثال اولم بوده دانشگاه که وقت کودتای ثور به پیروزی رسید. برای ما یک حرکت بسیار مثبت بود، به خاطر ما فکر میکردم که این مملکت یک فامیل قدرت گرفته، این مملکت ای جای نمیره. این البته برداشت ما در وقت بود. یک دو ماه سه ماه که تیر نشد که اولین بچه را از صنف ما بردن، مهدی یک بچه بود از مزار. مهدی چی شد؟ دلالیه بود. ولی مهدی را گرفتن چی شد؟ بردنش زندان، کشتنش برای چی؟ ولی گفتن یه اخوانیست. او بدرال اخوانی از روی چی؟ ما خود یک آدم عادی مثل ما بود. بعد از روی یک آدم دیگر را بردن، یک آدم دیگر را و یه همسایه را بردن، یه خیشه را بردن، یه را او وقت در فکرت میگرده که اینا چطور به خود حق میتن که هر کس از سر راه و از سر کوچه بگیرن و بگن یه زد پرولتاریاست، زد انقلاب ثور، زد ازی و ازی. بعد از سه ماه ما اتحادیه پوانتونه که اگه اتحادیه مخفی بود استبلش کردم، پایه گذاری کردم. یک سال یک و نیم سال که تیر نشده بود این جنگ با مراتب کلانتر شد و خودت من نمیفهم که در اینجا شامل بودی یا نه، خود پرچمیارم در گرفتن شروع کردن. یک یاد زیادشان گرفتن و کشتن، یک یادم در زندان بود. اینال در اینی وقت روسا مداخله کردن، روسا در مملکت ما آمدن. این زمان بود که اکثریت مردم این مخالف عقاید انسانی و افغانی و ننگ و ناموس خود دانستن، استاد شدن. در این زمان اتحادیه پانتون به اتحادیه بسیار کلان تبدیل شد. به این مناسبت مرا منعیس کسی که در اینجا فعالترین عضوش بودم گرفتن. البته این را ثبوت نتانسته بودن، با می عنوان گرفتن. با اینمی چی ما بودک؟ اینمی دلیل زندان نشدن ما بود. خب باز بالاخره بار شدید دیگه. بالاخره بعد از پنج سال آزاد شدم که من قسمت خوبترینش برای شما بگویم. آزادیم بعد از پنج سال بود. خب همینجا از روش شدگان هم اگر خودتان باشه تلفون کرد بازید به آقای اکمتی که به خادم خراب شد که قطرمدار دارم. منال همیش سوال سر سیاف هم میره، سر مسود هم میره، نه؟ سر کلگی میره، سر ما، سر خودت، سر کلگی ما. خب شما چرا نگفتین به رضوط بشه؟ خب چرا آقای مسود که قیاب آدم خراب بود و سیاف؟ نه، آقای مسود ما کت شمال نگفتم که آقای مسود خراب بوده. گفتم اتان نه، آقای مسود چرا آدم خراب نبود؟ رقم گلبودین؟ گلبودین شش ماه پیش از پاکستان آمد افغانستان. این دمی شش ماه مگه سعی کنین این تئوری دو چند شد، قتل و کشتار دو چند شد. مسعود از سال 1358 که در افغانستان دوباره آمد، که در وقتی که برالای آقای داوود خان کدام چیز کردن و گریختن، از اون روز بابا تا مردن خود دوباره نرفت در امو مملکت. شیش در امو مملکت تا آخری قطره خون خود توفه داد. این حال چطور؟ آخری عدد مملکت اگه خودت چشم دید داری، اگه خودت چشم دید داری، اگه خودت چشم دید داری در این قسمت خودت حق داری که گپ بزنی. بسیار متاسفم برای دولت نجیب، بعد دیگه که تو رفاق کردم از این دولت نجیب ملامت بیدادش که تو رو با جدار بیدادش.
او وقت دار نداشت. در تلفن‌ها قضاوت نکنید، تو اگر تلفن‌ها قضاوت نکنم معلوم کار نیست که در دعوای خود مثل آیات قرآن ما تجربه نکنم وقت خود. بسیار تشکر دوست عزیزم. اینمی دلیل است. و پیشتر یک آقا میگفت که تو چرا نجیب دفاع نمیکنی، چرا کمونیست میگی؟ دوست زمینی صفحه تاریخش شاید شما نخوندین. اینه این نفر یکی از طرفدارایش است. ایده این متاسف نیست که چرا اینقدر نفر در اوجه کشته شد، چرا اینقدر جوان ها کشته شد، چرا اینقدر فامیلا را گرفتیم کشتیم. و در وقت آخر که آقای نجیب آمد سل کنه و گپ از گپ تیر شده بود. اما سعی کنین این اینی برای ما که من نیکسه کشتیم نیکسه زدیم، میگه کاش که میتونه در دار زده میبود نجیب. من سر نجیب قارستم که چرا تو را در دار نزده. خب خیر، حالا اگه مرام در دار میزد کدام تفاوت نمیبود؟ در قرمانی شاید یک کلمه دیگه زیادتر میشد. اما اینمی در واقع طرز تفکر از این دوستای ماست. اینمی دلیل قتل عام در مملکت ما شده که اونایی را که کشتن خو کشتن، اونایی را که نکشتن در سر سر خود میزدن که میزنن که وی کی نگاه کام کشته میبودیم، این نگاه کام کشته میبودیم، اون نگاه کام. چرا اینمی را ما آرزو نمیکنم که ای کاش که گلبودین کشته میبودیم، که براندین کی را ما میشه میگم که بس دیگه کشتن، دیگه کشتن بس است. دیگه ما تنها اینی کسایی که این امروز کشته میره این اینا را باید از بین ببریم و دیگه گذشته را ایلا کنیم. در سر قبر نجیب نریم که تو بوتلای چتلی چپه نکنیم. دیروز تیر شد، بیاییم که کتی یکی دیگه خود با یک حسن نیت برای ایجاد یک فردای خوب کار کنیم. اما این نسای کنین اینمی نمونه شه یا از این درس نگرفتن. والا مثل ازی بسیار زیاد از دمی جامعت میگه که همیال بگویم درود خود نه همی دقیق از دونه میزنه به حساب طرفداری. اون این آقا نشته کده don't lie about نجیب. چی شما لای میکنم؟ اگر شما امروز در خانه های افغانستان برین مردم ها بگوین که چقدر کشته دادی، از هر ده خانه هشت خانهش کشته داده بین سال 1357 تا سالی که آقای نجیب حکومتش سقوط کرد. اینم امروز که چرا در دست این مردم افتیده، یک قسمتی چیست که ستون فقرات مملکت ما شکست. امی مردم رفت در پاکستان، یک تعدادش از مجبوریت در اوج نوکر شد، تا امروز نوکر شدیم. ولی برای ما آقای فاتح برای نیم ساعت میتونم که در برنامه بگیرم. آقای فاتح شما میتونین که آل زنگ بزنین در نمره که ما برای شما دادم، ما شما را میگیرم. دوست عزیزم هر کدام ما نظرات خود داریم، دیگه پا قار و چیزا کدام مانا نداره که ای کاش که تو رام کشته میبود، ای کاش که تو رام کشته میبود. ما ولا که در سر زندگی ما همیز گردن خود برای وطن خود ما بخشیده بودم. ای که کشته نشدیم تصادف است که کشته نشدیم تا امروز. اگر نه ما کاملا هر دفعه که برای وطن ما از 17 سالگی تا حالا برای وطن خود استاد شدیم و خدا حاضر است که هر دفعه که استاد شدیم گفتیم که سرم صدقه وطنم. آلیام امو گپ است. هر وقت که شدم ولا کس برم فاتحه باید نگیره. ما کفن خود پوشیدیم، خود تکفین کردیم، خود گور کردیم، دیجشتیم. دوست عزیزم بفرمایین. آقای فاتح. سلام آقای فاتح. ما باشین که تلفن خود کم زیادتر بلند بکنم. آقای فاتح احتمالا دوستای ما میتونن حالا بشنون. شما را با برنامه خود خوش آمد میگم. قطع نمیشه و طرف دیگه نفرکم تایی فاتح تلفن موبایل چرا کنکتد دیسکنکتد قطع وصل میشه با اون خاطر. اما کوشش کردم در طریق خانه گپ بزنم. امیر بسیار خوب کردین، لطف کردین. جناب سامه برازی که تیسر بتانیم شما با دوستا کم خدا معرفی کنین که باز بریم به سوالای خود. بسیار خوب، من به صورت مختصر عرض بکنم که البته در رشته اقتصاد و پلانگذاری در دانشگاه کابل از پانزه زراعت فارغ شدیم و بعد از او در رشته سروی و سرشماری از دانشگاه لندن
فوق لسانس و همچنان در رشته دیموگرافی از IAPS ببخشید در قسمت بله. سروی و سرشماری در کجا درس خواندین و به چی درجه؟ بله درجه فوق لسانس در دانشگاه لندن و همچنان در رشته دیموگرافی و یا Population Science از انستیتوت بین المللی مطالعات نفوس از بمبئی و فوق لسانس در رشته نفوس انکشاف از یونیورسیتی جواهرلال نهرو CDS Center for Development Studies. یعنی شما یک قسمت از تحصیلات شما در مورد دموگرافی و یا ساینس پاپولیشن انسان ها و سرشماری بوده که شما دفعه اول در انگلستان در این قسمت فوق لسانس گرفتین بعد از او در بمبئی در دموگرافی تحصیل کردین که بازم به عین رابطه است و بعدا در یونیورسیتی جواهرلال نهرو شما باز یک فوق لسان دیگه گرفتین این بین کدام سالا بوده؟ این در سالهای البته قبل از کودتای ابتثور میره یک هفته پیش از کودتای ابتثور لندن رفتم و در رشته سروی ها سرشماری ها تحصیل کردم و بعد از او دوباره برگشتم در افغانستان در ایسای مرکزی کار میکردم و در پوانتون استاد بودم و بعدا البته در رشته دیموگرافی در سال 1987-88 رفتم درس خواندم و بعد از او باز کار میکردم باز بار دیگر در یونیورسیتی جواهرلال نهرو به نام CDS Center for Development Studies در اینجا رفتم در رشته دموگرافی و همچنان در رشته نفوس و انکشاف نفوس اونجا درس خواندم و دوباره یعنی من هم درس خواندم پس میبنم کار میکنم باز دوباره تحصیل کردم در در بار سیومه که رفتین در جواهرلال نهرو درس خواندین در قسمت دموگرافی و انکشاف نفوس همین انکشاف نفوس که میگن چی هست یا کم اکم میره بشکنانینش البته بخاطر از اینکه در وقت ما در سازمان ملل در یونیسیا کار میکردم قرار به این بود که باید احیای مجدد افغانستان میشه و کسایی باید در این رشته تخصص داشته باشن و البته کمی انگلیسی که من یاد داشتم و در این زمان سابق تحصیلی من انتخاب شدم و رفتم درس خوندم در اینجا و از طرف دیگه وقتی که من میگم انکشاف مانای از این میتر که دیموگرافی و نفوس و ارتباطش به سکتورهای مختلف انکشافی از قبیل صحت عامه از قبیل وضع صحی مردم که چه کسی مرکامش رو جمع میکنی تحلیل میکنی و بعد از او برای پالیسی فرمیلیترا یا برای پالیسی سازا و برنامه ریزای انکشافی ای را میتونی که ارائه بکنی که روی هزو بتانن برنامه انکشافی یک کشور را تنظیم بکنن و همچنان ارتباطش با مسائل سکتورهای صنایع زراعت و صاحب سکتورهای انکشافی که برای رشد یک کشور لازم است تمام از این به صورت انتگریتد به صورت مجتمع به صورت یک پکیج درست داده میشه یعنی به صورت عامیانه اگر یک آدمی که در قسمت معلومات نداره مثل ما فکر کنه که در قسمت ازی است که چطور یک شهر ساخته شه چطور یک ایالت چطور یک مملکت بخصوص در مملکت ما که جنگ بوده و همه چیز شکسته چطور این را دوباره بسازیم چطور کار ایجاد کنیم چطور آب داشته باشیم چطور کار چطور زراعت چطور خانه چطور برق امی است و چطور یک نفوذ بتانه به طریق سالم در اینجا زندگی کنه چی نوع یک پالیسی داشته باشیم از نقطه نظر اقتصادی از نقطه نظر اجتماعی از نقطه نظر سیاسی تا که بتانیم یک محیط زیست سالم برای امی مردم داشته باشیم اما تو میتانه شما یا نه؟ دقیقاً همه طور سکتورهای مختلف در بر میگیره و این بسیار وسیع است البته وقتی که ما انکشاف میگیم انکشاف کشور وابستگی به رشته‌های مختلف علوم داره
و اینا به صورت مکمل جهات مختلف هم از نقطه نظر تئوریکی و هم از نقطه نظر نظری و عملی یه راه نظر جستجو میکنن. وقتی که ما احیای مجدد میگیم، احیای مجدد بعد از جنگ صورت میگیره و البته احیای مجدد در تمام عرصه‌هایی که برای یک کشور لازم است، اما طور که شما اشاره فرمودین کل اجیره در بر میگیره. دانشمند عزیز، استاد دانشگاه و کسی که شما یک فعال هستین امیال هم، از شما بپرسم که حالا امروز در افغانستان همین مشکل نفوس یک بخششیست که کی کی هست؟ اگر اکثریت معلوم شد که کی هست، اقلیت باید تبدیل شد به یک آدم زیر دست اکثریت و اقلیت پادشاه باشد، دیگران نوکر باشند. در تذکرامتا نام از امی اکثریت ده، یعنی یک مشکل بسیار کلان تا از این نقطه نظر داریم، یعنی بسیار سوال از این قسمت که ما از شما بپرسیم. اما شما یا کدام گاه در قسمت نفوذ مملکت، سرشماری مملکت کدام نقش داشتین؟ چون تحصیلات شما پیهم در امی رشته بوده، یک بخش تحصیلاتتان چی نقش در ایجا داشتین و چی تجربه در این قسمت داره؟ من خدمت هست بکنم که تماما تقریبا هم به صورت عملی و هم به صورت نظری و هم به صورت اکادمیک ما تمام عمر ما تقریبا در امی رشته ضایع شده. و از طرف دیگه اجازه بدین که ما فقط بگویم که چی کارهایی را انجام می دادم به صورت مختصر تا که واضح شده که البته با احصایه و ارقام احصایوی تمام عمر ما ضایع شده. با در نظر داشت سالش اگر بتانین با در نظر داشت سالهایی که او کار کردین، که اگر یک بله. یک تصویر خوب در ذهن ما باشه. البته بعد از اینکه ما از تحصیل آمدم باعث مدیر عمومی احصایه های وزارت احصایه یا اداره مرکز احصایه کار میکردم که بخش های سکتور مختلف زراعت را در بر میگرفت، ارقامش تحلیل و تجزیه میشد و از طرف دیگه چی تعداد افراد کار میکردن در زراعت و کدام بخش بود پروژه انکشافی و از طرف دیگه اصلاحاتی که تحت ترویج دولت بود و این ارقام تحلیل و تجزیه میشد. این کدام سال بود؟ در سال تقریبا 1982 83 82 83 با باعث رئیس پلان و انسجام اداره مرکزی احصایه قرار گرفتم. تقریبا مدت 7-8 سال این وظیفه را انجام میدادم و در آخر هم به حیث معاون احصایه اقتصادی وزارت احصایه مسئول جمع‌آوری و توحید و تحلیل ارقام مربوط به سکتورهای اقتصادی به طور مثال تجارت خارجی که یک مدیریت عمومی بود شامل صادرات و واردات میشد، زراعت و مالداری بود، صنایع و ساختمان ها و راهسازی، انتقالات، مخابرات، سرمایه گذاری و معادن انرژی، ارقام از اونا جمع‌آوری میشد و بعد از او البته به دفتر پلان میرفت و به یک راپور یا گزارش مکمل ماهانه تنظیم میشد و این به مقام صداقت میرفت تا بدانند که بخش های مختلف سکتورهای اقتصادی کشور مثلا چی پیشرفت و چی نواقص دارن. علاوه بطن در این زمان ما هم در دو سرشماری سهم گرفتیم، یکی سرشماری بنگلادش است در سال 1989 بوده 88 بوده چه درست وقتش به یاد من نیست، اما در این دهه 80 بود به خاطر از اینکه ما با در سال 1993 دیگر البته اما در قسمت افغانستان در چی سرشماری ایسه داشتین؟ آیا کدام سرشماری در افغانستان در می جریان کار شما صورت گرفته یا قبل از کار شما که شما فکر کنین که اینی یک سرشماری نسبی بوده در مملکت؟ ما یک چیز خدمت عرض بکنم که وقتی که ما گفتم در سرشماری بنگلادش ای اول او را اجازه بتین که کمیونیتی لیول استاتستیکس می گفتن سرشماری که از مرحله قرا و قصبات جمع‌آوری می شود ارقام ساحه تا ساحه شرکت
داشتم تا زمانی که ارقام پروسس کمپیوتری شد، یعنی توحید شد. در قسمت از این که شما سوال کردین که در کدام سرشماری، حالا البته سرشماری کامل نفوس افغانستان صورت نگرفت که موجود باز میتونم مختصراً در مورد صحبت بکنم، اما در قسمت سرشماری دیگه در کابل صورت گرفت که بارد سرشماری شهر کابل بود و در جریان صورت گرفت که من رئیس پلان بودم. بله. و در این وقت 11 نایه شهر کابل، تنها در 11 نایه شهر کابل، یعنی این سرشماری کامل نفوس افغانستان نبوده. بله. بلکه محدود به 11 نایه شهر کابل میشد که البته در اینجا مؤسسات مختلف امنیتی هم کمک کردن برای که سرشماری با وقوع پیوانه انجام شد. و بعد از او که سرشماری انجام شد، ما یک رساله را در یونیورسیتی در IIPS یا انستیتوت بین المللی مطالعات نفوس در قسمت جریان مهاجرت ها در طی 20 سال از نقاط مختلف افغانستان در داخل شهر کابل به حیث یک پروژه تحقیقی که مردم از کدام قسمت های افغانستان آمده و در کجای شهر کابل متوطن شدن، با نظر داشت تمام خصوصیات دیموگرافیکی تشریح و ایره در یک سیمینار تقدیم کردم و او رساله در انستیتوت بین المللی مطالعات نفوس به حیث یک رفرنس موجود است. علاوه ناگفتنمان به در جریان دی کار خود و مسئول بخش های مختلف کارهای اسایبی بودیم، مدیر مسئول مجله اسایه بودیم و در حین زمان سالنامه اسایه افغانستان اولش و 5-6 سالش متواتر میره ترجمه کردیم به زبان انگلیسی. این همجد کارهای اسایبی ما بوده. خب آله از شما ما یقین دارم که شما یک معلومات بسیار خوب در قسمت دارین، اما به شکل مشخص که بیاییم پس در درون افغانستان، شما میفهمین که امروز این متاسفانه در مملکت ما مسئله نفوذ و یکی کی اکثریت است و کی اقلیت است تبدیل شده به یک وسیله که کی چطور دیگران را زیر تاثیر خود قرار بده. سر از این که آیا نظر شما در این مورد چیست بعدا میتونیم گپ دیم، اما به نظر شما کدام احصایه تقریبی در این قسمت وجود داره که کی اکثریت کی اقلیت است؟ البته ما وقتی که سر اقلیت و اکثریت و طرف دیگر ارقام مربوط به صحبت بکنم، بهتر است که اول راجع به یک چند کلمه بیشتر از این که عبارت از نحوه انجام اولین سرشماری است، ما بر شما و بر بیننده های شما یک معلومات مختصر ارائه بکنم و بعد از او با سر اقلیت و اکثریت صحبت بکنم، فکر میکنم بهتر می گرچه در این راستا ما یک مقاله تحقیقی نوشته کرده بودم که او در به زبان انگلیسی و در شماره 582 جون و 581 9 جون به نشر رسیده بود در یک افتنامه به نام افتنامه امید و بعد از هم این نشر شد در سایت آریایی به زبان انگلیسی و از من خواهش کردم که به فارسی باید ترجمه بکنم و او کارم کردم. تمام ارقام و اعداد که از منابع مختلف به شمول اولین سرشماری ناقص افغانستان صورت گرفت در او انعکاس داده شده و ما نظریات و تمام نواقص سرشماری افغانستان از لحاظ صحابی در او برملا ساختیم. اما در قسمت موضوع اقلیت و اکثریت، اگر اجازه باشه که ما اول راجع به می تاریخ سرشماری و افغانستان یک معلومات بتوم، به خاطر از این که هر کس هر چی بره که بگن اسایه یک علم است و از طرف دیگه بسیار کار داره و هر کس که بشنه و از خود در دفتر خود و زیر خود چی داره بسازه، یکی مشکل یک کشور و مشکل مردم نه تنها حل کرده نمیتونه بلکه این دوچندان زیاد میسازه. بله. اول خدمت ما عرض شده که ما باید
بگویم که تمام اسایایی که جمالی میشه با منظور اقلیت و اکثریت جایی را نمیگیره، بلکه باید اسایه ها بر تر و برنامه ریزی پلان های کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت در اسای مختلف سکتورهای اقتصادی و آموزشی، مثلا صحی اجتماعی، ما بر کام نفوس یک کشور خصوصیات دموگرافی که از او نیاز داریم و بر دستیابی به یک کام باید سرشماری کامل یک کشور انجام شود. اما با تأسف در افغانستان بنابر جو حاکم بحران‌های متواتر و تعمیری تا کنون به انجام یک سرشماری کامل ما توفیق نیافتیم. طوری که زادارید اولین برنامه انجام سرشماری در زمان جمهوری محمد داود خان طرح شد. قرار بود با کمک صندوق وجهی سازمان ملل متحد یعنی UNFPA United Nations Fund for Population Activity این سرشماری به سطح کشور انجام شد. اما این در زمان محمد داود خان نخستین مرحله مقدماتی سرشماری انجام شد، لیکن قابل یادآوری است که برای شما عرض بکنم که در اون زمان مرحله مقدماتی سرشماری شامل تهیه نقشه‌های توپوگرافیک ساحوی و فرستای قبلی بود که پیش از سرشماری باید که فرستا یا به نام پری لیست خاطر به تعیین ساحات مسکونی تحت شمار به سطح علاقه‌داری ولسوالی و ولایت صورت بگیرد. اما سرشماری مورد نظر به علت تغییر نظام و برخوردن آرامش نسبی که رو فکر میکنم از بین رفت، آرامش در سطح کشور در شرایط عادی صورت نگرفت و صورت نادیدی سرشماری زمینه مساعد نبود و بعد از روی کار آمدن رژیم جدید بعد از داود خان خاطر از این که اون رژیم حاکمیت و تسلط خود در سراسر کشور نشان بدهد که امنیت تأمین است و میتواند سرشماری انجام بده، زیرا که یکی از شرایط اساسی سرشماری شما میدانید که موجودیت امنیت سراسری در یک کشور است. و بنابراین همین نخستین سرشماری را که من عرض کردم در ماه جون 1979 شما خوب متوجه از این ببینید این سرشماری در پیش افغانستان در اون سرشماری اول بسیار دشوار اجرا شد. ارقامی که از این سرشماری جمع‌آوری شده بود از کیفیت خوب برخوردار نبود و دور از واقعیت است. کاملا بخاطر از اینکه سرشماری علاوه بر مشکلات تکنیکی و عدم شرایط صحوی اجتماعی و سیاسی از پوشش کامل برخوردار نبود و تنها 67% سایه مسکونی زیر پوشش و چتر شمار قرار گرفت. بله. و به اصطلاح اسرائیلی این ارقام شامل کل مناطق افغانستان نمیشد. بعضی از سرشمارها از طرف نیروهایی که مخالف رژیم وقت بودن به خط رسیدند و بسیاری از دفاتر اسرائیلی صحوی و مدیریت های اسرائیلی در ولایات عریق شد و یا تاراج. در چنین شرایط صرف تقریبا 58% مجموع نفوس افغانستان تحت شمار آمد و حوزه این مسائل سیاسی و اجتماعی او زمان کیفیت ارقام از لحاظ اسرائیل دموگرافیکی جدا متاثر ساخت و سطح اعتبارش زیر سوال برد و نواقص و غیر واقعی بودن دور افزایش داد. علاوه به او سوال مربوط به گروه اثنیکی یعنی قومی و ملیتی هم از پرسشنامه سرشماری به همر افیزالای امین سرطرازم وقت بدون دلیل و توضیح از شد و رژیم وقت به اداره مرکزی سایه ادعای داد کلمه اثنیکی و قومی را از پرسشنامه حس نمایند و به جای هان تنها واژه افغان بنویسند. شما یک لحظه دوست عزیزم 58% به شکل تقریبی ایسای گیری شد و ما یادم است که بعد از ای که مرحوم داود خان شهید شد در شروع حکومت دموکراتیک افغانستان یک امی ایسای را ادامه دادن و مشکل زیاد شد در افغانستان. در زمان افیزلامین جنگا در اطراف شروع شده بود
و مردمان فکر میکرد که همی کسایی که سرشماریان میکنن اینا را باید بکشیم و شروع کردن به کشتن چنان شما یاد کردین. خب آوردن یک نمبر تقریبی 58% و در این تا به حال درد شده بود که در این 58% کی هست، از کدام منطقه هست، کی ازبک، کی هزاره، کی ترکمن، کی اینا، نظر به معلوماتی که شما دادین و ما فهمیدم. اما وقتی که روی میز آقای فیزلامین میارن، آقای فیزلامین میگه نه، ای که کی هست و هزاره و ازبک و تاجیک شپس و تنها نوشک و افغان، یعنی برای ما مهم نیست که در این مملکت از کدام مردم چقدر است، تنها مهم است که چقدر افغان. خب از یک نگاه میتونیم که او را محکم نگیریم زیاد و مشکل هم در این نیست. مشکل در این است که منظور شما یا منظور آقای فیزلامین از این چی بوده؟ آیا این ارقام بوده که متاثر ساخته شد و فکر میکرده که چیزی که در فکر خود داشته که این مردم زیاد است و اینا میخواست که نشان بدن که مثلا پشتونا زیاد است؟ آیا ایت یک ارقام آمده بود که اینا قار شدن و او را تغییر دادن؟ و آیا نمبرهای را از خودم در او علاوه کردن یا نه؟ خب ما به خاطر از اینکه در مورد از اینکه در ذهن از اونا چی بود و از طرف دیگه چی تخیل داشتن، ما در او از لحاظ یک کسی که هر قام تحلیل میکنه، ما ذهنیت اشخاص نمیتونیم مورد بررسی قرار بدیم به خاطر از اینکه کدام دلیل و دلایل مقنع نمیتونه باشه. اما ما فقط میخوایم بگویم که هیچ گونه ارقام موثق قابل اعتبار در مورد ترکیب قومی و تباری نفوس افغانستان بسطی کشور نداریم. هر نوع ارقامی که از هر منبع ذکر شود و بر اساس سرشماری کامل استوار نباشد فاقد اعتبار است و یا بر اساس سلیقه‌های شخصی و سیاسی تخمین و ساخته شده. ما به عنوان مثال برای شما و شنوندگان محترم باید یادآور شوم که خبرنگاران در طی مصاحبه از آقای امین راجع به تعداد نفوس کوچی سوال کردن. بله. او هم بدون تئوری و بدون از اینکه کدام سند داشته باشه غیر مسئولانه کوچی ها را 2 میلیون گفت. در حالی که در امو سرشماری ناقص سال 1979 800,000 نفر تخمین شده بود، اما بنابر ملحوظات نشر نشد. و بعد از او البته به اداره مرکزی احصائیه بعد از این مصاحبه هم هدایت داده شد تا نفوس کوچی به 2,700,000 نفر ارتقا داده شد. در شرایط کنونی اجرای سرشماری کامل تا از اون زمان تالی وجود ندارد تا بتانیم تغییرات و دگرگونی هایی را که در نتیجه بیشتر از 38 سال است که جنگ و نارامی متداوم به وجود آمده ما را سنجش کنیم و ارزیابی کنیم. این نکته را هم خدمت هر شود که سرشماری اول در زمان اجرا شد که زیربنای اقتصادی تخریب نشده بود. بله. گروه های مخالف رژیم ها پس از 1357 و شمول گروه های دهشت افغانی مسئله کنونی وجود نداشت. بله. و سوی زن و اختلافات قومی و گروهی هم به اوج خود نرسیده بود. بله. و در کشور میلیون ها مین فرش نشده بود. بله. و پرسنل مسلکی به طور نسبی وجود داشت. بله. مکاتب در قسمت تهیه سرشمار کمک کرده میتونست. قوای خارجی وجود نداشت. مافیای مواد مخدر و قاچاق انسان در کشور وجود نداشت. فساد اداری مالی نبود. نفوذ و مداخلات مستقیم کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان به این پیمانه شدت نداشت. و با آن هم سرشماری سراسری در کشور به صورت انجام شده نتانست. از این رو ما نمیتونیم اطلاع کنیم که اساس برای ارقام نفوس کشور وجود دارد تا و مبنای هزو ما بتانیم تخمین های بعدی را به اساس هر نوع میتود دیموگرافیکی استوار باشه او را مقابل اعتبار بدانیم. آقای فاتح ببخشین، آقای فاتح سامه، ما از شما یک سوال دیگه میکنم، باز در برنامه بعدی قسمت های دیگه از زیر امرای شما پیش میبریم. سوال ما ایست که دمی روزا یک اپ دیگه برآمد میدیا که ملل متحد یا کشورهای دیگه از طریق ماهواره ها نفوس مملکت ها میخواین حساب کنن و اساس از او تصامیم بگیرن. شما از یک چیز آگاهی دارین؟ یعنی همه یک چیز آیا واقع بینانه است و چیه
یک تاثیر مثبت یا منفی میتونه در شرایط کنونی مملکت ما کنه؟ البته سیستم های نو بر تخمین نفوس نو نیست. سال 1979 ریسرچ های در این مورد صورت گرفته، لکن سرشماری به اساس ارقام مارعی خیلی پرسش برانگیز است و به طور مختصر ما دو نقطه نظر میگم. اول، متغیرهایی که در سرشماری مارعی در نظر گرفته شده عبارت از روشنایی چراغای مناطق مسکونی در شب و نمیدانم روشنی آفتاب و سایه نباتات، نمیدانم باران و تعداد ساعات مسکونی و تراکم نفوس که رو به نام پاپولیشن دنسیتی یاد میکنن در ساعات مسکونی، فاصله از مناطق دیهات و مناطق شهری، این متغیرها کاملا بر مبنای حلم دموگرافی برای سنجش نفوس استوار نیست، زیرا رشد نفوس و تغییرات آن به صورت متحرک خود پاپولیشن داینامیک است، در تحول می باشد. در کشورهای عقب مانده، در تمام کشورها به صورت عمومی به شمول کشورهای عقب مانده بر اساس سه متغیر یا سه دریبل فاکتور سنجش می شود و این عبارت از تولدات است، مرگ و میر است و مهاجرت است. و در مورد هر کدام از این البته لکچرها کار است که صحبت شد، اما به صورت مختصر به خاطر از اینکه شما را در جریان گذاشته باشم، ما حتی در قسمت تولدات مرگ و میر و مهاجرت ها ارقام درست نداریم. برای از اینکه ما کارمند یونیسیاد به نام سین استاتیستیشن کار کردیم و ما میفهم که مهاجرت ها چه قسم ارزیابی میشه از پاکستان و افغانستان. و از جانب دیگر تولدات که به اصطلاح دموگرافیکی به نام فرتیلیتی یاد میشه و این هم بسیار پیچیده است و در افغانستان ما ارقام تولدات نداریم و شما میدانید که حتی بسیاری کسا هیچ نمیفهمد که چهار تولد شده و یک تعداد هم پدر و پدر کلانش در یک آشه قرآن کریم نوشته شده که احمد در فلان روز تولد شد و دیگه مردم هیچ معلوم نیست، حتی در شفاخانه ما ریکارد مکمل تولدات نداریم. این یک نقصه. نقصه دیگه مرگ و میر است. در این کشورهای غربی کسی که میمونه در قبرستان تا تمام ثوابت دموگرافیکی از این گرفته نشه و دفن نمیشه، اما از ما هر جایی که دفن شد و هیچ کس خبر نداره. این ارقام هم ناقص است. مهاجرت ها خونه میرن و میاین، این هم بنابراین به اساس سه فاکتور دموگرافیکی و وقتی که نفوس سنجی شوه ما چطور میتونیم از ماورایی رو تعیین بکنیم؟ بنابراین و با هر بکنم که حتی ارقام مهاجرت ها با مبنای گزارش های ثبت شده سازمان ملل متحد یونیسیف و مسئول بخش از این کار کردیم، کشورهای همسایه مالیم به پاکستان و ایران با اساس معلومات از واسطه و کشورها هم به خاطر جلب اهل کمک های مالی ملل متحد در ارائه گزارش های خود مبارزه میکنند. و از طرف دیگه شما میدونید که رفت آمد مهاجرین افغانستان به پاکستان و ایران به طور متواتر در مواسم مختلف سال صورت میگیره، یا میرن برای اشتغال کاریابی و تغییرات وضعیت امنیتی و هم به دلیل موجودیت جنگ ها و نارامی ها و همچنان بنابر سیاست های مغرضانه کشورهای همسایه در قبال مداخلاتشان در داخل افغانستان صورت میگیره. پس ارقامی که از طریق ما را ارائه میکنن از لحاظ نفوس شماری قابل اعتبار نیست، چون اول این متغیرها قابل تشخیص نیست، دوم ساحاتی که مشخص شدن معلوم وقت میتونه شما که ما با یک بیس یا اساس سرشماری رو مقایسه کنیم ما با اساس از او بدانیم که آیا چی تغییرات آمده. ساحات را که از طریق ماورا مشخص میسازن با ساحاتی که از طریق سرشماری در زمین و خانه به خانه صورت میگیره فرق کامل داره. ناگفته نماند از ارقامی که از طریق ماورا به دست میاد میتواند مورد دستکاری و بر اساس تمایلات سیاسی و سلیقه‌ای صورت بگیره. بنابراین همان طوری که ما در تخمین نفوس مسکون روشات، تمایلات، سلیقه‌ها و منابع و افراد مختلف به کار رفته به صحت و اعتبار ارقام جدا لطمه وارد کرده، پس چطور ما میتونیم که به ارقام ماورایی که هیچ گونه کنترل بر وجود ندارد حکومت ها بنابر تمایل و ملحوظات خاص خیش بدون اجرای کدام سروی سرشماری تعداد در دفتر کار خود باید توسط نفر تکنیکی ماورا تثبیت میکنند اعتماد بکنیم؟ ارقام ماورایی بدون موجودات ارقامی که در دروازه به دروازه بدست بیاید نه تنها قابل اعتبار نیست، بلکه در مرحله اساس تاریخ کشور ما بسیار هم سوال برانگیز است. و گپ شما درست است آقای سامیال، شما گفتین که آقای حفیظ‌اللهمین تعداد تقریبی
از کوچی های ما را که 800 هزار بود اول به 2 میلیون و بعدا به 2 میلیون و 700 هزار میرسانه. یعنی او که در روی ورق نوشته بود تانستن قد تغییر بتن با امضای خود، حالا که روی کاغذ نوشته نیست و کسای دیگه بنابر ملحوظات خود این سرشماری ها را میکنن، بدون شک میتونن رو تغییر بتن. جناب سامه، ما تقریبا 30 یا 30 و چند دقیقه شما مهمان ما بودین، در برنامه های بعدی شما را دوباره میاریم. برای امروز اینمی معلومات کافی است و ما یقین دارم که معلومات شما یک معلومات قابل قدر برای دوستای زمان می باشه. در برنامه های بعدی ما شما را دوباره باز دعوت میکنم که در مسائل ازی که آیا نفوذ، سرشماری نفوذ بر عزیز که یک طرف پادشاه شه یک طرف دیگه گدا، یا تعمیل شه حق و حقوق یک طرف به طرف دیگه، یا و حق و حقوق یک کس دیگه پامال شه، در این مورد باز موارد باز شما را دوباره دعوت میکنیم. شما را سپاسگزار هستم. بسیار تشکر، لطف کردین. ما بسیار کردیم ارقام جمع میکنن، منطقه وقت اجازه نمیتا، لیکن در این مورد ما معلومات کافی دارم و ایسا نیست که ما از مسلک خود دور باشم، همیشه در تحقیق هستم و همیان هم پجایش دارم در این مورد. هر وقت که شما خواسته باشه من خدمت هستم و ما هوایی گفت نمیدارم و بسیار دقیق میرم سر موضوع صحبت. بسیار لطف کردین، بسیار زیاد تشکر میکنم از وقت گران قدر شما. خداحافظ. دوستان، ای بود یک بخش کوتاه یا مصاحبه ما با جناب سامه. جناب سامه را در برنامه های بعدی باز هم زحمت میتیم. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستیم. درود به شما آقای ایار گرامی. من بسیار خوش شدم که آقای خطری دادی به سایه صحبت کردن، ولی در اون موقعی که سایه سرشماری نفوس بود من در اداره مرکز سایه کار میکردم و همین نکنیم در لین یک افیار ما که شما خدا شما خودم معرفی نکردین. بخواهی آن وقت در وزارت پلان کار میکردن، اما سالی که ما از دانشگاه تمام شدیم آمدیم وقتی دایت خان سرشماری شروع شد و ما اونجا سی کشور در سرشماری که از طریق ملل متحد اینا تولید شده بودن با موترها و وسایل امکاناتی که آمدن فرمای سایلی را دادن و کورس ها گرفتیم و در اون وقت من آنم که از دانشگاه آمدم و شروع تر تحلیل کار میکردم که رئیس ما آقای مدیر مونی ما آقای وعدت نام داشت و هم در رشته ایسایه در امریکا درس خوانده بودن. آن زمان این جنابی که با شما صحبت کردن در ایسایه در انگام سرشماری در خود ایسایه مرکزی کار نمی کردن. فکر کنم که آدم دانشمنده هستن، اما اینا در وزارت پلان بودن. وقتی که نماینده های ملل متحد آمدن برای سرشماری که یک بودجه بسیار بزرگ هم اونجا اختصاص دادن، سی میتود سیاهی را پیشنهاد کردن. یکی مونوز بود و میدیان بود و اوسط حسابی بود و سلسای سیاه که گرفته شد تلا اما اوسط حسابی را اونا برگزیدن و ما چون خود ما سیاه خوانده بودیم در دانشگاه کابل کلاسای سیاه گرفتن سنفا برای سه ماه سرشماری شروع شد. سرشماری از پلوچرخی کابل شروع شد، همین قسمت ساک و شیوکی و پلوچرخی این زد به طرف جلالباد و نمدهرار و کامه و لغمان همین این منطقه شروع شد. بعد از این فرمات بود، بله نام بود، نام پدر، نام مادر، چند تا زن و بودت و خانواده لگی باید ملیتشون ذکر می شد. پیشکار اینا فرمودن که در این سرشماری این مسالمت آمیز بود، ولی در این سرشماری اگر اینا رئیس به خاطر داشته باشن که وقت اینا در وزارت پلان کار میکنن نه در ایسایی مرکزی، یک همسین شما به نام دوست مامد سرخنده بود وقتی که در سرشماری رفت در جلال‌آباد به خانه را که زنگ زد از اونجا پرسید که شما خانم دارین، دخترتان، زنتان، همه باید در فرمای ایسایی ثبت میشد. یادم گفت نام خانم مرا میپرسی، رفت سنگ خود آورد زد و دوست محمد را کشت. ما وقت به ایسایی بودیم که وزیر ما عبدالکریم حکیمی بود و مدیر از این آدم آوردن امیر دوست محمد را. یعنی اینقدر آن وقت هم به این مناطق تعصب وجود داشت. در این بار میگردیم سر فرمای خانه‌پوری شد.
خود لندنخار و لغمان و مناطق کنیده های دار داشتن که ما اکثریت هستیم. در این مناطق ارقام کامل داشته ما که ما داشته بود ترسامید بودیم 35% پشتون آمد و متبقی نیت های دیگر بودن. یعنی 35% پشتون هم که اینجا بودن 25%شان گفتن زبان ما پشتون و 10% مردم لغمان اونا می گفتن ما پشتون هستیم ولی پشتون نمی خواهیم. وقتی که ارقام آمدش رو بیستدیم رئیس اومی که خارج رضا بود عبدالکریم حکیمی وزیر بود ولی در شعبی ما هم ارقام جمع‌بندی می شد. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که هموطنهای پشتون ما دمون بخشی که تازه سرشماری آغاز شده بود اینا از 35% زیاد نیستند در مشرقی. بنابراین آقای وعدت که مدیر اومی بود این ترسید مجلس شد که یک کافی از این فرما میره بازارت فلان ولی اصلا سرشماری در خود اصلاحی مرکزی میشد که در اینجا اصلاحیتوف یک نفر مشاور روسی بود که ترجمان از این خراب علی اکبروف نام داشت اینا رو داشتن و یک نفر ایندی بود و یک نفر استرالیایی بود که اینا هم همین پروژه را از طریق ملل متحد پیش میبردن. اما آقای اصلاحیتوف در اصلاحی مرکزی در وقت حکومت داوود خان اینجا نشسته بود تا مسئله نفت و گاز شمال کنترل کنند. یک مبحث جداست. وقتی که ما آمدیم ارقام جمع کردیم دیدیم که اینا اکثریت نیستند در مناطق خود مجلس شد. در مجلس باید آقای علی احمد خرمی بود و همچنان عبدالکریم حکیمی و رئیس سر و تعلیم که دکتر عبدالله نام داشت و همچنان مدیر عمومی شعبه. بدونم این شعبه از من در وقت خواهش کرد از هموطنهای هزاره بود گفت من میشم که اینا اکثریت نیستند در مناطق خود اما ما راست از این دارم که در مجلس بگویم خیلی ما بشت چهار دارم تقریبا خانم که از دانشگاه برآمده مدیر گفتم می شدم تو بیا جرات داری یعنی موضوع رو مطرح تو. وقتی که در مجلس رفتیم بود از ساعت 5 بود به خود اداره مرکز ایستایا اینجا آقای عبدالکریم ببخشید در واقعیت ها در اونجا برآمد و ما گفتیم یعنیدیم خانم سرایبا و این خب باره در دمی مطبعه صحبت میکنم. وقتی که من ایسایه را خواندم اما ارقام را که تایید کرده بودیم داشت بودیم و گفتم که اینا در منات خودم از 35% زیاد نیستن. عبدالکریم حکیمی اول از من استقبال کرد بعدم بسیار ناراحت شد ولی علی احمد خرم که وزیر پلان بود اینا بسیار شدیدن از من دفاع کردن گفتن ما یک کافی که میره به وزارت فلان ممکن در موقعی رئیسای بیشتر که با شما صحبت کردن که آدم دانشمنده هستن اونا در وزارت فلان حضور داشتن. بعد گفتن که بله اونا اکثریت نیستن ما تایید کردیم ارقام در اون منطقه که سرشماری شده که به شکل اوسط حسابی بود اینا اکثریت نیستن. عبدالکریم حکیمی که خودش یک پشتونی است بود کار برادرزاده شکلی حکیمی است اینا گفتن که می محمد داوود خان گفته که شما نشان بدهیم که اینا اکثریت هستن. به مجلس سلسلس بود در شش از نفر زیاد نبود یک فرانسوی بود یک نفر ایندی بود وزیر پلان بود عبدالکریم حکیمی بود آقای زاهر وعدت بود و ما بودم پس دوگون نبود و ما را من یک آدم مهم بودیم کجا برده باشن. در از اینکه من ارقام تایید کردم بودیم جرأت دفاع از حقیقت داشتم مدیر عمومی مرا با خود برد. وقتی که این جب شد جنگ دمابین مجلس برگرفت مشاور اینجا گفت وقتی که آقای رئیس جمهور داوود خان میخواهد که پشتونا را اکثریت نشان بدهیم و ارقام دست بزنیم پس چرا چند میلیون دلار ملل متحد مصرف کرده در سرشماری قضا را نمیشان میدادیم. بگوی که در این مجلس امین استالسوف مشاور روسی از پشتونستان و از مسئله اکثریت پشتونا دفاع میکنند که بله در این وقت وقتی ما خاکشاری کردیم وزیر بر من گفت که خود تازه آمده در ایسایت دختر بافهم هستی ولی بگذار که مجلس در مبین وزیر هست. ما مجلس را ترک کردم فردا که آمدم مشاور روسی آدمی خوبی بود اما ترجمانش فراد علی اکبروف از این پرسان کردیم که در مجلس چی روی داره. در مجلس جنگ شدید شد. عبدالکریم حکیمی میخواست که ارقام تغییر بده و نشان بده که پشتونها اکثریت هستند ولی آقای خرم پافشاری میکرد. گفت نظر شما چیست؟ از اون ترجمانش که تاجیکی بود گفت نظر نیست که چرا روسا میخواهند که پشتونها را اکثریت نشان بدن
برای که میخواین همیشه کنار جنگ بین تشت پاکستان و افغانستان باشه به خاطر تدیلی ها کشور وارد باشن در این روزه خانم عزیز باشن بله کن دارد که افغانستان و ایران بله پاکستان در پکت نظامی سنتور سیاسی برن. این یک مسئله کاملا سیاسی بود روسا هم از اکسدیت از اینا ما معذرت میخواییم یکان دفعه همی برنامه ما اتو که بگیرین که برای خود ما اجازه نتین که هرچی الو الو بگویم ما او رو باید که استاد کنم همی وقتی که در قسمت معلومات شما دادیم شما گفتین سرای آباها خانم سرای آباها بسیار تشکر میکنم از معلوماتتان در قسمت از این که آیا کی اکثریت کی اقلیت خو این متاسفانه در مملکت ما کار خراب بوده که یک تعداد هموطنان ما در سطح داوود خان میخواستن که نشان بدن که پشتون اکثریت ها. این یک کار علمی است که ما بفهمیم که در مملکت ما نفوس ما چقدر است، در کجاها تعداد زیاده، در کجاها مثلا چقدر مکتب کاره، چقدر شفاخانه است. اگر ما ریسورس ها داریم در کدام جای او را استفاده کنیم. مثلا مثل از که شما یک زاره استین، شما ده پارچه زمین دارین، در کجای زی در کدام وقت سال کشت کنین که از او یک سودمندی به وجود بیاید. در واقع یک مملکت یک کشور باید به یه ترتیب به یه قضیه ببینه. اما در مملکت ما متاسفانه مردم تنها به یک چیز مسئول بودن که خود چطور زیاد نشان بدن، یک یاد دیگه باید ثبوت کنن که نه ما کم نیستیم. امین نفوس شماری در اکثر مملکت ها به این منظور نیست که کی اکثریت ها کی اقلیت که کی بادار باشه کی نوکر. برای از این خاطر است که چطور مشکل مردم مرفوع شوه. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. محترم شفیع جان ایار، اول سلام با خودتان و با دومان سلام به همه عزیزانی که فعلا صدای ما را میشنوند و همچنین همکارانتان در کارانتان که در پشت صحنه هستند. یک کما که بلندتر بگوین دوست عزیزم، بلندتر بگوین. میباشیم دفتم شفیع جان ایار، یک کمک مره بکنین. ما به حساب یعنی واقعا ما برنامه شما را یعنی اوتو برنامه نیست که از دست ما به حساب خطا بخورن. بله. ولی متاسفانه ما که با رفیقان مشکل دارم. رفیقان یکمه که ملا دولقم هستن بگویم، یا یکی یکمه که یعنی هنوز چشمشان به حساب یعنی تو جهان دیدن نشدن به حساب یعنی اما چیزی که شما میگین و ما درای را یعنی درای راست بریم فعلا. ولی دیگر ها در رای راست متاسفانه هر چی که می کنم، حتی خانم هم، حتی به حساب وزن فامیل هم، هر چی که می کنم قرآن شریف ها پیش می کنم، سوره را هر چیزی که پیش می کنم بازم دونم کارهای خود هستن میگه شفیع ایار گوش نکو کافر میشی، شفیع ایار گوش نکو کافر میشی. شفیع جانی ایار من چی کنم با اینا؟ خب یک گپ برای شما بزنم. مشکل کلانترین مملکت ما ایست که ما ناخوانده بسیار عالم هستیم، ناخوانده بسیار مسلمان هستیم. مردم خودم میترقانن، انتحاری میکنن، اما اصلا نمیفهمن که می اسلام چی است. از همین خاطر است که ما مردم میگم اسلام به اساس یک کتاب قرآن. خب به نظر تو دو کتاب است که حدیث عالم قرآن خوال بخوان امیره بفهم که چی است. اما تنهای ما متاسفانه ایره نمیخوانن. از حال یک نمونه ما بر شما میتم. در نماز در اسلام وضو به اساس قرآنه. در آیه 6 سوره ماهده آمده که دست روی شسته میشه و پای و سر مسح میشه، به صراحت آمده. اما اگر شما ببینید نفر دان میشوره، نشانشان میتم گوشت میکنن، دان میشوره، بینی میشوره، استنجا میکنه، ازی و دلیل داره میگه او بیده پیش خداوند و استاد شم به حساب مقد نشوشته، یه خود گناه داره. انسان هیچ وقت قپاک نمیشه، خود تا مقد میشوری از او بالا خود اونمو چتلیست. یعنی مانایش ایست که اینا به گپ ما خود بیازو نمیکنن، به گپ قرآن نمیکنن. از امی خاطر است که اینا وقتی که جلو دروازه دوزخ استاد شدن باز اونو وقت میفهمن که ما غلط کرده بودیم که قرآن نخوانده بودیم، عمل ما به اساس قرآن نبود،
در قرآن آیت است که خداوند میگه هر آینه بدترین جانداران نزد خداوند کر و لالا است که عقل خود در کار نمیندازه، ما ولا عقل خود در کار نه. مشکل شما نیست، مشکل از واس، اما خودت هیچ وقت نه خانم تیلاک و نه رفیقایت چون آل که فامیدی که اینی اسلام امر بالمعروف وظیفه تا خودت باید مثل سایه کت از یاب بچسبی تا یک روز که اینا را قرآن مسلمان بسازی. اینمی وظیفه تا نه کوشش بندگی خدا میتونم ولی متاسفانه هر چی میکنم میتونم میکنم. ما این مشکل داریم البته نظرت میخواییم. بله بله آه بفرم قبلا من قبلا عوض میخواییم گفتم من قبلا به مثل امو عزیزان من مثل امی بودم که میگفتم که خواهد تو به نظر بلا خدا اینو خواسته شما کافر از این هست بله. دوتون هم بگوارها زدیم بله ولی آلی عاشق تو مرسوم باکر تشکر به صلاحت میرون هر کسی هم که میگه نامم داود امین هست و دیگه نامم هم نماز امین هست من تو نامم دارم آها فیسبوک هر کسی هم که بخواهی من هم میتونی پیدا کنم و در ایتالیا هم زندگی میکنم امیال مستقیم هم براتون نمبر هم زنگام داریم در یک جای خوب زندگی میکنه. در ایتالیا ایار. بله. در ایتالیا است ما جناب. بله. اگر وقت رو نمیگیرم شاید عزیزان دیگه هم در پشت خط باشن خداوند یار نگهداری همه گی عزیزان و همچنین شما. تشکر. اگر موفق باشین جانم خوشم صدایتون شنیدم جان خداوند یار نگهدار. تشکر تشکر. یک نیم ساعت دیگه نیم ساعت نیم ساعت برای خودم هم زیاد میباشه یک 5 دقیقه دیگه ما در خدمت شما هستم. از یک شما سپاس میکنم که شما اینجا میشینید برنامه را به دوستایتان شریک میکنید. اینمی مشکلی که دوستم گفت مشکل کل شماست. یا آقا میگه خانمم که من مشکل داره خانمم چی میکنی که رفیقایم چی میکنی که خانمم هم که مشکل داره و اینا میگن که تو شفیه ها را گوش نکو کافر میشی. از این باده تو بگوین که شفیه ها را گوش نکو که آدم میشی بیا رقم ما باش. به خاطر از این که یک آدم وضوید که به حساب قرآن نیست بفهم که تو به حساب قرآن مسلمان نیستی و هر وقت که شما اینمی را یافتین اینمی را قبول کردین که وضویتان تغییر دادین بفهمین که قبول کردین که ولا ما مسلمان قرآن نیستم. اگر تو میری وضو میگیری دان میشوری و بینی میشوری و مقعد میشوری وزی 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 بفهم که به اساس اسلام به اساس قرآن نمیکنی و اگر فکر میکنی که به اساس پیغمبر میکنی پیغمبر خود در کل زندگی خود بعد از اینکه پیغمبر شده که وضو میکرد خیلی چرا شیعه یک رقم وضو میکنه سنی یک رقم و دیگه دیگه رقم و دیگه دیگه رقم به خاطر و مانا عزیز که نه به اساس پیغمبر میکنی نه به اساس قرآن. بفرمایید دوست عزیز روی خط هستین آخرین تلفن. پیار صاحب محترم سلام علیکم فریدون عمر هستم. آقای عمر چی حال دارین؟ صحت شما خوبه؟ خوبه زنده باشین سلامت باشین سال نو شما تبریک باشم تشکر فامیل محترم خوش و جور آرام باشین تشکر لطف کردین تبریکی از طریق برنامه شما و تمام افغانای ما و هر مملکتی که سال نو تجلیل میکنن تبریک میکنم به شما هم چه مبارک بفرمه تشکر تشکر هر حسد من سوال و گفتنی ندارم فقط شما همیشه دگرها را چال یاد میتین من با اجازتان شما را اکسالم much needed بفرما خدا کنه چال کارا باشه دیگه که باز چال غلط یاد نتیم نه چال تخلیقی است وقتی که اگران دوستا مثلا نبو خانم پیشتر صحبت کرد یا یک سال پیش تقریبا زیادتر یک دوست دیگر بسیار زیاد گپ میزنن بدون از اینکه متوجه از این شوند که شما هم سوال دارید. بله. بنال چال محیش برای شما که 80-90% مردم از طریق تلویزیون شما را میبینن و شاید یک 10-300 هم از طریق تلویزیون و یپا و شما یک چانس بگیرید اگه وقتی که میخواین گپ بزنید دست تان بالا کنید تو مکتب و نه یک بیرق سرخ می امو یک فیلم بود آقای مخمل باف جور کرده بود امو یک بچه هک ایرانیست که مکتب میره باز یک بود داره که تخوار خود شریک میکنه که یک بودشانه در جوچه هفتی در که او برد باز امو بسیار اگه اصطلاح خوب داشت که
استاد اجازه مرقمی ما میکنم کس اجازه نمیته و ایره کل دوستا باید فهمن که وقتی که گپ میزنن چشمشان به یک رقم باشه یا گوششان که یکان دفعه مثلا از اندازه زیاد میشه. دوستای ما مثلا یکان وقت معلومات سودمند دارن، اما من معلومات سودمندشان هم باید در اینجا توضیح کنم که تا دیگه هم وطنهای ما بتانن در اینجا با پیشانی باز بیشینن گوش کنن. برای اعتیاد ما معلومات شاید سودمند است، درست است، اما قابل شیشتن و گوش کردن نیست. باز از این خاطر ما باید تو را یک موازنه کنم و گپ شما درست است. چالتان دفعه دیگه امو چال میزنم یک بیرق سرخ میارم. دوست هایز با شما مذرد میخواییم که شما بایرق سرخ گلگودینی را نگیریم، آبی مقبوله، رنگ آبی مقبوله. آه والا او هم راستی و فکرت شده کالی اگر دیگه از دیدیم میگفتم که خلقی است. حالا اگر باز سبز کشیدی ما گفت تبودم گل بودی نیست، یک ما باید بپالم. حالا در افغانستان یک مود دیگه بر آمده، مثلا جنبش رستاخیز هات پینک گرفتم، این گلابی بسیار تیزه. مثلا آقای تا محمد نور دیدم دو سه دفعه که یک مفلر آسمانی تیره زده بودن. آقای دیگه دسمال سفید سبز در دست بسته میکنن، آقای ساله و اینا. حالا کل رنگا را گرفتن. آقای پدرام بخلم زرد انتخاب کردن، دیدم نفرهایشان هم متمفلر از او. ما یک دفعه باید بپالم که خوب صحیح یک رنگ باشه که از هیچ کس نه باشه. ایره من بردان بگم بسیار ساده است، سازمان آب است، رنگ آبی، رنگ آبی امو را گرفتن. نه یایت یک کار میکنم، یک کفتر میارم. دوستا عزیزم تا برنامه آینده شما به خداوند بسپارم. روز شما خوش، هفته شما خوش.